دوستای عزیزم سلام عرض میکنم. امروز 21 سپتامبر سال 2019 میلادی است. ما باز هم در یک برنامه زنده در خدمت شما هستم. برنامه های زنده ما همیشه بر عزیز که شما میزبان یا ببخشین که ما مهمان یا میزبان عقاید، نظرات و پیشنهادات شما باشم. ما بر ازی برنامه های زنده دارم که شما چیزایی را که دارین بتانین شریک بسازین و یک تعدادتان که با نظرهای ما مخالف هستین نگوین که بیدار یک گفت میزنی که باز خودت در یک جای پت میکنی که اینما در اینمیجا میایم و با خود وظیفه میتم که برای شما وقت بتم که نظراتتان در اینجا داشته باشین. البته باشین در فیسبوک دیگه خودم مایی را پرتم. اینال بینمی خاطر مدامی جمعیم که ما واقعا به این باور دارم که اول اگر ما از راه تفاهم یک راه حل پیدا نکنیم از راه جنگ نمیتونیم. 40 سال جنگ در مملکت ما بوده، مایی را کاملا میفهمم که چرا ما در سر یکی دیگه خود قار میشیم. 40 سال مکتب نبوده، 40 سال درس نبوده، هم وطنهای ما 1400 سال زیر تاثیر نظرات ملاهای غول بودن، اسلام کس نمیفهمد، سیاست یعنی یک یاد زیاد مردم. این حال شما قار میشین، شما دوام میکنین، اما خیره بیاییم کمی دعوت کنیم. از جمله مثلا نمیال آقای احمد زی نشته که در لعنت لعنت لعنت، یعنی ما برای شما میگم که اینمی آقا دسر دسرخانه که کلان شده، اینم با اینمی کلان شده، جامعه جنگ زده، جامعه شکسته، بابه بیچاره که میرفت کار 1000 سختی مشقت میکشید، دو میخورد، توهین میشد، خانه که میامد با یک رقم امو توهین دوباره در سر فامیل میکشید. اینال اولاد از امی بهتر نمیتانه کلان شد. ما یک مسئولیت داریم که حتی دشمن خدا باید بفهمانیم. دوستای ما میای میشینه گوش میکنه یاد میگیره. دشمن ما قهار است. اگر ما دروازه را بروی دشمنای خود بسته کده بریم و دوستا را آهسته آهسته در یک انزوا قرار میگیریم. ما از روز اول که آمدیم با سنگ استقبال شدیم، با گل استقبال نشدیم. اما امروز یک کتله کلان مردم است که یکان دفعه گلام می پاشند و ما ایر واقعا به سادگی به دست ناوردیم. به هیچ وجه استدلال، دلیل، حوصله‌مندی، بردباری، کتاب، اسلام از روی قرآن تشریح کردیم، چیزایی که امروز به درد ما می خورم. متاسفانه اسلام اکثر ما به اساس قرآن نیست، به نهانی اکیاد قار میشه. چرا با نظرات از اونا که با قرآن سر نمی خوره ای چی است؟ قابل قبول نیست برای یک آدم که عقیده مذهبی خود فکر کنه که تو توهین میکنی. بسیار میتونه که قابل قبول باشه که دعو بزنه، بخصوص که او را جز و اخلاقش ساخته باشن دعو زدن، قتل کشتاره. از نقطه نظر سیاسی تا که گپ میزنی هم وطن پشتونه یاد دادن که زده پشتونه. امسال اما ما از والد بیرون آمده به خاطر از این که در طول 8 سال که ما 5 سال پیش ما یگانه نفر بودم در تمام میدیا و پالین داخل و بیرون افغانستان که آمدم به صراحت گفتم که کثیف‌ترین رئیس جمهور در طول تاریخ افغانستان اشرف غنی می باشد. امروز کمتر کسای از کورا نگوید، اما او روز ما ای گپ می زدم. یک سیاستمدار هوشیار کسی است که پشت مردم ندوه، بعد از این که اتفاق افتید بیایه که اتشده نه، او گلمندی است. ما از پیش گفتیم که نظر به اینی قراین، اینی نفر اینی کارها را میکنه، پسترین رئیس جمهور میباشه. امروز شما میگین، اما ما نه تنها کی را گفته بودیم بلکه در این زمان رای الان پیشنهاد کرده بودیم. امروز از سر نمی گپایی که ما زدیم اگر سعی کنین در پالوی عبدالله آقای دوستم استاد شده، آقای خلیلی استاد شده دیگه دیگه، چرا از پایین توسط مردم خود زیر فشار قرار آمد که پیش
از یه غنی گنده نرو. اشتباه کردن. با آقای دوستم هم وقت بارها گفتم. اما امروز شرایط دیگه است. بازم ما شما با هم ضرور است که یک جای باشیم، گپ بزنیم و از یکی دیگه خود بیاموزیم. نگفتن همونه که برنامه ها را مثل همیشه شریک کنیم. لاین باز است. البته من یک سفر دو هفته ای داشتم. هفته دومم در اسپانیا بود که واقعا ما بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و هم برای خود خجالت کشیدم به این که ما در یک مملکت هستیم که هیچ چیز نداریم، هیچ چیز جور نکردیم. اینه میگفتم ایریم که 5000 سال تاریخ، 5000 سالتو، 5000 سالتو کل ما کچکولا در دست ماست. یعنی واقعا ما بسیار جگرخون شدم که دیدم که ما چقدر واقعا پس ماندیم. آقای سیدمان میگه تو با این تبلیغات لودگی چند معاش میگیری؟ راستی ادبیات تو هیچ درست نیست، کوشش کن اول ادبیات بخونی. آقای سیدمان، اگر خودت ببینی که دیگه که چقدر آدم های هوشیار، چقدر کامنت های خوب میتن، خودت هم میتونی که یکی از اونا باشی. برازی کامنت خوب نه، یعنی به این مانا که نمره تلفنم باز است، زنگ ده میگیرمت، نظرات تا هوشیارانه با ما بگو. ادبیات یادم بده خیره، اما تو که من یک چیز فکر میکنم با شما یاد میتم، شما هم با من یاد بتین. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. آقای عرض، سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید خود معرفی کنین. احمد رشاد بجرابی هستم از سر منصر جرمانی. آقای رشاد بسیار خوش میین، بفرمایید دوست عزیزم. بخیر باشی، سلامت باشی. آقای عیار، چون میخواستم یک دیدگاه را داشته باشم، شرک میزان نگر یک از سفر یک سرنوشت بسیار بزرگ سیاسی در کشور ما هست. این سرنوشت سیاسی مردم و کشور ما را انتخاب میکنند. همین صحبت های پیشتر شما را هم شنیدم که در باره غنی میگفتید که مفتی ما پیشبینی کرده و از پشتش نمیدویدیم. فقط برای مردمی که بینیده برنامه شما هستند و برای اینا هم یک گفتنی دارم، یک پیش بینی دیگری هم میکنیم که باز نشد دویم که والا لعنت در سر از این آقا رو. بعد ایدوی انتخابات که دو چهره بر آمده این دو چهره منفور و از درگاه خداوند رانده شده هستن و نام عبدالله و غنی، دوباره نه به عبدالله رای بده که نه به غنی که باز پشتر نه دویش لعنت بود. عبدالله هم بر ما امتحان خدا داد است. عبدالله هم کسی بود که 55% رای ما نداد و ما را معامله کرد. قدرت تسلیم فاشیزم غنی کرد. این بار هم اگر باز هم این مردمی که از همت توی ما خدا معرف میکنم و یا خاضی کتبه که از بارم این طرف افتلا، اگر باز برش رای داده باز ما را با 60% در خواست دیده تا نامله میکنند، باید یک فاشیست قبیده را به زور کفارای بیرونی با سرگرده های مردم رو بر 5 سال سوار میکنند. ما گذشته ای بر مردم موضوع شد. سلامت باشه اگر سبزی ما امرای خودت کاملا هم نظر استم. آقای عبدالله بهتر از غنی نیست، ولی برحال ما گپ شما رو گرفتم. مردم هم یقین دارم زیادش با شما هم عقیده است. تشکر. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. روی خط هستین دوست عزیزم. بله بفرمایید. الو، خب لاین باز است. لطفا شما آل زنگ بزنین. یکان دفعه لاین زیاد می تلفونم خار میشه، سجاور خار میشه، میگه نمیگیرم. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. آقای عیار عزیز، سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ خوش آمدین، بفرمایید. تشکر عیار عزیز، من در باره سیاست گپ نمیزنم، اما یک چند سوال دارم که میشه در ذهنم خطور میکنن. خدا کنه که شما جوابش بده. اگر ما بتانم چرا نه؟ انشاءالله. ما سوالم سوال اسلامی است که ما در حیرت هستم که خداوند کریم ما شما میفهمیم که بی نیاز است، مقام والایش هیچ کس نداره، مقام خداوند است. اما خداوند چی مجبوریت و چی ضرورت داشت کمرای شیطان معامله و چلنج کنه که برای شیطان بگه که تو بندهای ما گمراه نمیتونی و شیطان هم خود
مقام خداوند خود از برابر کنه و خدا تر به چلنج کنه که ما بندهای تر گمراه میتادم. چرا آن خداوند کریم خود بسط شیطان پایین نره و امرای چلنج میکنه که ما مینه میره نفهمیدم. اگر خودت یک جواب درست راه کنی برای ما. جواب درست شاید ما بتانم یا نتانم، ما بر شما اگر میزنم که این سوال در کله هر کدام ما که راستی عقل خود در کار پرتیم میگرده. در قرآن آزادی بیان موجود، متاسفانه اکثر مسلمان ها او را مراعات نمی کنند. پیغمبر در قرآن بارها آیات آمده که پیغمبر به تو میگن که تو دروغگو هستی، به تو میگن که تو قرآن خودت نشته کردی، به تو میگن که ساحر هستی، جادوگر هستی، وظیفه تو تنهایی است که نمی پیغام را به مردم برسانی. یعنی در ایج قرآن گفتن نشده که دان از آقا را که میگه چرا شیطان معامله کرده خدا ناکده بشکنانیم. ایج کدام ما عقل نداریم که از یکی دیگه عقل گپ زدن را بگیریم، چون در قرآن گفتن نشده که ما هم اگه کسی گپ زد دانش را بشکنان. گفته تنها تو وظیفه داری به مردم بگویی خلاص. اینا آمدیم در سر از این که اولی که شیطان در واقع گپ خود را درست ثبوت میکنه به خداوند. خداوند میگه سجده کو به آدم، میگه ما نمیکنم از خاطر از این که ما از آتش هستم، ای از خاک است، ما ای را در روی زمین میبینم که کارهای خراب انجام میتد چطور و چنان، ما به این سجده نمیکنم. خداوند میگه شیطان تو نمیفهمی، ما میفهم چون ما خداوند هستم، ما که برات میگم که سجده کو سجده کو. شیطان بازم در موقف خود استاد میشه، تغییر نمیده، میگم ما برامی سجده نمیکنم. بسیار خوب، این نافرمانی خداوند است. خداوند میتونه که شیطان لعنت کنه هرچی که میکنه، ولی بعد از اینکه در جنت یا در موج آدم و هوا امو چیزی را که خداوند گفته نخو میخورن، امو گپ شیطان ثبوت میشه که گویا ما اون راست بودم، من دید خداوند و خداوند به آدم هوا میگه که از تمام چیزها در بهشت خوردن میتونین. این در قرآن کل از این، چرا که یک تعداد زیاد مردم قرآن نمیخوانه. همین گپی که میزنم دینمی قرآن است، یعنی من میتونم آیت رو بکشم. میگه از تمام چیزهای جنت میتونین بخورین به استثنای زینی بوته. اینا از امو بوته میخورن. شیطان موقف خود ثبوت میکنه برای خداوند که خدایا اینما دیدی ثبوت کردم که اینا بیکار است. خداوند او اخسر شیطان زیادتر قار میشه. شیطان معذرت میخواد ولی خداوند میگه ما تو را آل میمانم موقتا که با آدم و هوا کسی جمع میکشم در زمین، هر کسی که چطورشان خوی ادامه داره. اینا هر آدمی که عقل خود در کار پرته که در آیت 22 سوره انفال گفته میشه که بدترین جانداران کسایی است که عقل خود در کار نمیپرت. اگه عقل در کار پرتی، امی خودت، امی ما شفیع یار، ما که تو خودت کار میکنم که خودت یک هر کس که هستی خودت میگی از این میرا اگه بری اونجا یک چاس مفتی، من میگم نه تو میرا برو، تو میگی من نمیرم، برو خودت ببین میرم در چا مفتم. حالا من سر خود قارشم یا سر تو؟ تو ثبوت کردی که درست بودی. آل دینی جا خداوند جل و علا شانه یک کار دیگه میکنه. سر چی قار میشه؟ سر شیطان که چرا گپ درست برآمد برای آیا دمیج جایش نبود که خداوند میگفت شیطان ولی نمره گرفتی پیشم، درست کرده بودی، عوضش زیادتر قار میشه. گپ شما هم همیست، گپ شما به اگرخم دیگه همیسته. مثلا آقای زیا میگه گو خوردی لوده، من خودت هیچ وقت نمیخورم، اما اگر بخوانین بسیار مردم های جواب و خوبی گوش میکنن. گپ خودت ایست که چرا خداوند مجبور باشه اول معامله بکنه. شیطان بیا سجده کن، من نمیکنم، نه بکن، نه نمیکنم، باز بعد از اون بیایی که شیطان از سرش خارشی. این چیزا با عقل راست نمه. اگر کسی ایناله در اینجا دلیل داره، اینم تو که همی دوستم زنگ زد اون نمره در بالا زنگ ده استدلال کن مردم یاد بده، نگو که گو خوردی به خاطر بد معلوم میشی، با یک فامیل شکسته شده معلوم میشی، از یک دسترخان خراب. یعنی من به سوال شما جواب ندارم، اما امیگر در قرآن است. اگر کسایی که در میجه هستن امی جواب دارین نبیاین بفرماین خودتان. آقا یار یک سوال دوم داشتیم بسیار کوتاه که شما ایره قبلا تشریح کردیم که
شریف به دوران حضرت پیغمبر نوشته نشدن؟ اما بعد یک چیزی که باید ما مسلمان ها کل ما قبول کنیم که قرآن در کتاب نامده، بله. قرآن حتی به شکل صدا نامده، جبرئیل نامده که در گوش پیغمبر به عربی گفته باشه که یا اخی نترکایی. قرآن نظر به آیات قرآن در قلب پیغمبر مانده شده، یعنی در ذهنش. در وقت مردم فکر میکردن قلب از که آدم میفهم، از در ذهنش در مغزش. و این را پیغمبر به حساب ترانسلیت کرده یا ترجمهش کرده از گپه که مثل تصویر بوده در ذهنش مانده شده و گپه که صدا داره. آیا احتمال داره که رسول الله یک سلسله چیزا را مثل از این که خو دیده باشی خوت را بگویی اما نتانی بخوبی و درستی مکمل بگویی، آیا ایتی یک چیز ممکنه؟ بله ایتی یک چیز ممکنه. آیا کسایی که قرآن را بعداً نوشته کردند در زمانی که رسول الله نبود، آیا اینا اشتباه کردن؟ در قرآن بعض آیات است که به تکرار آمده، به تکرار مثلا ده بار عین مفهوم عین معنا، بله. اما با جملات مختلف، یکی با معانی مختلف دیگه. در یک آیت در قرآن قصه حضرت موسی آمده که خداوند اینه تا گفت، موسی اینه تا گفت، در دیگه عین چیز نامده، انطباق نداره. چرا نداره؟ به خاطر از این که قرآن بعد 200 سال بعد، نه بعد از وفات پیغمبر در زمان چهاریار کبار دوبار نشر شده یا دوبار نشر شده، اما جمع‌آوریش در زمان حضرت ابوبکر است یا حضرت عمر ابوبکر به خیالم، یعنی در ظرف 4-5 سال شده، قسم شده که در مسجد مدینه دو نفر که نشتن یا در شیشته بودن با مردمایی که می آمد در مسجد بر نماز می گفت آیا تو از پیغمبر آیات شنیدی؟ او می گفت که بله شنیدم. کدام آیت؟ اینی آیت بگو برم. امو آیت می گفت، اونا نشته می کردن دیگه، نمی گفتن کی کت از دیگه فرق داره. شاهد داری؟ دو شاهد باید می داشتی، مثلا بچهش کاکاش می گفتن بله امی عمر صحیح می گم، نشته می شد به نام ازوا. اینی کل جمع‌آوری شده در دست ما داده شده. از همی خاطر است که این آیت چندین بار در قرآن تکرار شده، یکیش در یک سوره، دیگهش در دیگه سوره. برای ما مسلمان ها که قبول کنیم که آیا در اینجا کدام چیز اشتباه شده در وقت نوشتن، ما ترجیح میتیم که خدا بکشیم نسبت به یکی گپ قبول کنیم. اما بله یک بله. چیز احتمال داره. بله آقا یا عالم تو وقتی که جبرائیل امین گمت پیش پیغمبر برش پیام خدا را می آورد، بله. چرا امین قرآن چرا برش ناورد که تنسی که تخیل پیغمبر ما می آورد با تو بیره بیان می کرد؟ چرا خود جبرائیل امین قرآن شریف و برش نمی خواهد نمی گفت؟ امی یکی از آیات قرآن است که مردم در قرآن آمده که محمد یا پیغمبر، مردم میگن که بیار اگر قرآن است خب بیار در نوشته برای ما بیار که ما قبول کنیم، در روی کاغذ نوشته شه برای چی که تو میایی میگی که او اینم آمد جبرئیل برای ما ایتا گفت؟ حالا ما چی میفهم که خودت میگی یا او؟ خی بیار امیره در روی کاغذ نوشته شه بده ما قبول میکنیم. رسول الله میگفت نه، خداوند به اون رقمی که رایی میکنه اون رقم رایی میکنه. اینال اینه میگه پره که خودت میزنی که چرا جبرئیل نشتهشان آورده در زمین در مکه و مدینه یا بسیار دور افتاده و بسیار مناطق. نه آقای نشته نه امی خود جبرئیل چرا به قرآن شریف نخون در تخیل پیغمبر میامد چون برش نخون قرآن شریف هم نخون هر سپاره را برش میخون که سی سپاره قرآن تصویر میشد. ای تو در تخیل
بعد نماز شب خواب میدید یا یافترش در صبح نماز با زیر اجازه میشد وحی رو بیان میکرد. چرا خود جبرائیل مستقیم نماز برای پیغمبر نمیگو؟ چرا قرآن برش نمیگو؟ باشه نمیجه. آقای فیصل متکف امی شعر را که نشته کدین چون که تیر میشه دوباره وازنوشته کنین برم. یک شعر سوخ بیدن غافل از خود خودش. ای سوال است که ما یا خود جواب داده نمیتونیم، ای را تنها خداوند جواب داده میتونه، اما ما منعیست یک بنده. مهمترین چیزی که برای خداوند بوده برای ما ایست که امی ما را مخشوش نمیساخت. خاله اینه کاغذ است نشته میکنه اینه اینه قرآن ده اینه جبانه نترست. چرا متو نشد؟ باز چرا به صدا نگفت به پیغمبر؟ جبرئیل به صدا به پیغمبر نمیگفت، در قلبش میگفت. این حالی این قلب یک قلبی بود که حتی بعضا فراموش میکرد، بعضا کارهای شده که مطابقت با قرآن نداشته. در قرآن است آیات. متاسفانه اکثر مردم قرآن نمیخوانند، نه در سرش زحمت میکشن. تنها یک چیزی که یاد دارن ولد بسیار کافره، ولد بسیار مرتد. اگه یا بخوانن او وقت میفهمن که من مرتد نیستم، امی کلش در قرآن هستم. من خوشحال شدم دوست از میجه یک دوست ما میخواین نجات صدیقی که راجع به شیطان کدام جواب داره یک چیزه از فیسبوک اینا رو من زنگ میزنم ببینیم که اینا در این قسمت چی نظر دارن. موافق و مخالف کل اگه میتونین زنگ دین کدام چی نیسته ممانه. آقای صدیقی اگه تلویزیونتان رو پخش کنین. سلام علیکم آقای صدیقی. سلام دوست عزیزم، خوب هستین انشاءالله؟ تشکر، سلامت باشه. شما چی ها دارید؟ شکر بفرمایید. در قسمت میخواهم جواب شیطان و خداوند را بدم، بفرمایید. خب اول اینکه من دو جواب دوست ما رو یک شد جبرائیل امین خودشی رو برای پیغمبر برنامه خواند ایران دارم به نظر شخصی خودم است. به هر صورت در وقتی که آدم از خاک آفریده شد و خداوند بر مردم رو سجده کنیم، برای مردم نه برای فرشته، بله، و در اون قاط شیطان هم یکی از فرشتگان بود به گفته خودش ما از آتش تولید شدن، او گفت که من چرا به خاک سجده کنم. بله. در اون موقع شیطان نمیفهمید که این آدم یا انسان چی کارهای خراب خاک کرد، بخاطر اینکه نو از ذات آدم تولید شده بساخته شده. یعنی در اون مورد شیطان از خدا کنه پیش نبود که بفهمد چی میکنه. در این موقعی است که خداوند میگه سه بار سری صدا میکنه که سجده کن. شیطان سجده نمیکنه، طبق لعنت به گردنش میفته، میگه تو از دین اخراج شدی. و شیطان میخواد که صدای خدا زاران رو تنها میشه. شیطان میخواد که خیلی پس ما قدر وقتی که فرشته بودیم قدر کار کردید برای حق ما را چی بیدیم؟ من را که از درد راندیم، من را قدرت هم خیلی میخواهیم که بتانم این بنده هایی در برای آشکار بسازم که بنده های چی رکم برده هستم. همینجاست که این خارج میشن و بعد از این هوا تولد میشه قسمه که معلومات که من تا جایی که دارم از قبرگاه چپ حضرت آدم. در این مورد شیطان اصلا معلومات نداشت که این انسان ها در زمین چی میکنن. بعد از اینکه خداوند این قدرت رو داد، برم این قدرت رو بده. بعد از این آمد پیش هوا و آدم گفت که از این میوه نخورید، که نخورید شما تو نمیفهمید که میوه چی میوه است، شما را از این چی کرده دور ساخته، شما به عقل هستید بخورید اینا. چون که انسان اولین بار است که در زمین میآید و اینا با گفت شیطان میکنن در زمین نه، در جنت. در جنت که یا همین میوه را میخورن باز یا به زمین فرستاده میشه. پس شیطان به حساب او گفت تا او در نمی فهمید او آده که پس سجده نمی کنه به خاک، مطلب اشتر فیلم که بود که من از آتش هستم و اینا از خاک، من به اینا سجده نمی کنم و نافرمانی از خداوند پا کردن. یه مبسو عقیده دارم به خداوند پا. نظریات شما نه باشین حالا پیش از اکثر نظریات ما گفت بزنین، سر از وان با شما را اجازه میتونم گفت بزنین. خب یعنی مثلا ما بسیار حرفای شما را تایید کردیم، همیشه شما را تایید کردیم، من برنامه‌ای که نفش دارم، اما طبق معمول هیچ انسان از خالیا کم بود کم نیست، یعنی مثلا مکمل نیست، nobody is perfect.
دیگه دموه حساب درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله که گفتم ایشا بعضی چیزایش شما شما اگر اجازه بدین که هم یک مسئله را دیگه چی کنیم باز دیگهش میتونیم بریم درست در قسمت ازی که بین قبول کنیم که شیطان او یی خو که نافرمی مانی خدا را کده و درست است از همون خاطر خداوند جزا میتشه بسیار خوب اما قسمت دوم که برای شیطان اجازه داده میشه که برو تو بازی میخوایی بتی بازی بتی نمیتونی بنده های مره اما شیطان میره امور بازی میتونی ثبوت میکنه که من راست هستم اینال دهی وقت خداوند انوزم سر شیطان قارست و رایش میکنه که تا انسان فریب خورده چرا ما را خداوند خلق کرده خداوند میفهمه که کم بوداد ما چیست اینال امو شیطان لعنتی رو پس که ما یک جای امو شیطانی که ما را بازی داده امو رو که ما یک جای در زمین رایی میکنه میگه ولی اگر روز خوشی ببینین اینی یک چیز است که امی آقای دیگه که سوال کرد امی بود که یعنی اول شیطان خداوند چرا کتش بگو مگو میکنه که بگو که خوب است او میگه که اینا در روی زمین قتل و کشتار میکنن و چطورشان اما خداوند هنوز میره قبول نمیکنه بسیار خوب نافرمانی کرده اسه دوم خو شیطان ثبوت کرد که اینمی موجود را که تو جور کدی سرش افتخار میکنی اینقدر قابل افتخار نیست که تمام ملائک در پایش سجده کنن این حال خداوند در این قسمت شیطان هم میتونست که اموجه بمانه ما را در زمین که از امیدس شیطان خلاص میبودیم امروز این مشکل که در اشرف غنی نمیداشتیم که در انگلیسان نمیداشتیم یعنی اینی یک چیزیست این یک چیزیست که ما فکر نمی کنم که خودت ای را به هیچ وجه بتانی که جواب بتی و من نمیتانم یعنی من سر این چیزا بسیار فکر کردم بفرمایید تا جایی که خود معلومات دارم نه تا جایی که معلومات دارین امی معلومات او آقام دارم مام دارم خب اما اینا ما بتانی جواب دیگر دارم شما جواب بسیار وقتی که خداوند ببخشید آقای شفیعیان بله وقتی که خداوند شیطان که اجازه بده که میگه برو این کار کو خداوند برای شیطان میگه ما شما را فرشته به حساب از آتش درست کردیم برای شما نفس نبودیم انسان از خاک درست کردیم با شعوری که شما دارید اما نفس سرش اضافه کردیم آها این یک روز امتحان از برای اینا فقط نفس است که انسان ها را به گمراهی کشانده اگر شما خود نگاه متوجه باشید کل گمراهی سر پول و دارایی و سر جای جایداد قدرت است یعنی کلش نفس میشه یا از فحشا یا از ریپنگ یا نمیفهمم فلان دوستان کلش نفس انسان است بله اینا در این باره اینجا دلیل ثابت میشه که من دلیل نامه کنم که به حساب تندید دارم که شیطان نمیتونه در هر جای باشه که من رو بیای گمراه کنه تو رو بیای گمراه کنه او رو بیای گمراه کنه یک دوست ما گفت که یک بارم در آن میرفت دید که آتش فشان میشه گفت او لعنت به شیطان شیطان گفت خب چقدر قدرتمند است که مرا قدرتمند میدانم باز دید که سیل آمد و خانه ها را چپا کرد گفت او لعنت به شیطان روز هم خوش شد شیطان که مرا قدر قدرتمند فکر میکنم در بیگاه روان بود که پای دستم بند شد افتید که خیلی لعنت به شیطان شیطان آمد گفت آره بودید لعین که مرا چی میگی که پیش پای تا نگاه کن مرا چی ملامت میکنی که در پای دستم بند هم میشه که میفتی آمد بگی لعنت به شیطان من بیکار رو نکنی این حالا این گفته شما گفته یکی از دوستای ما که بعضی چیزا تخیلی است و بعضی چیزا حقیقت دارد این حالا گفته خود شما مگر شما رو باز هم داره که مورد تایید میکنم که الله و الله خداوند خودش میفهمه و شما در این باره مثلا معلومات کافی ندارید یا به گفته خود قرآن خود رو تا آخر نخوندید و اگر خوندید رو به شکل غلطش خوندید بازه نه من این رقمی فکر نمی کنم من اینمی قرآن رو صد دفعه خوندیم اینمی کلمه با کلمه ما ای را دیدیم اینمی سوال پیش ما بوده که آل خدایا امی شیطان لعینه چرا کت ما برای که دید پیش ما نه امی که در عبدالله انصاری ما خدا کنه که بتانم که به یادم بیا کمی را بگویم میگه اله خاک مچم شیطان میگه تو به وجود آوردی و خاک بدبختی را سر ما تو پاش شدی ما فریب خوبی از امو شیطان خوردیم ما را از جنت کشیدی
اگر راست بگویم کل این همین مشکل خودت ایجاد کردی دیگه، هم شیطان ها دویست و دویست و گوزفند دویست و گرگ کلش دیگه کشتی همی کار میشه. چی حاجت بود که الان شیطان ها که ما مثلا میاورد به شما؟ یعنی سوال ها یکی چرا آورده خواه آورده قرآن است میگه، اما در کلمه ما میگرده که ای کاش که امی شیطان کت ما اجای نمیکردی، خدای امی شرط شرطبندی را اید نمیکردی، میموندی امو را میگفتی تو نمیفهمی برو دیگه، تو نافرمانی کردی از جبرای امی ما را میموندی در مجنت تا امروز میبودیم. سر از یک از یک بطن نخوامو را ما خوردیم. خداوند اول پدر کلان ما را در مجنت آفریده، مجنت برش خود ساده آفریدش، اما متاسفانه ای که فرمان از شیطان گرفتیم نافرمانی خداوند کردیم. خداوند دوست خیلی عزیز و بعد ما شما را در زمین میذارم تا وقتی که جانتان پوره نشه، تا وقتی که براه نبیعیم شما را در جنت نمیرم. بسیار خوب، من گپ شما را گرفتم، بسیار زیاد تشکر. خواهش بکنم یک کلمه آخر ما را آقای شفیعه یک کلمه آخر زیاد نیف بفرمایید. بله، همین مسئله که بکنم که چرا جبرائیل چرا در فکر محمد میگست خواه میشه در فکر سچیتی میگست رو بسند بر مردم نمیرم؟ به نظر من این بلکل غلط است. خود جبرائیل وحی برش نازل میشد، بزرگ پیش محمد میامد برش میگفت. این در خواب محمد نمیامد؟ نه در خواب محمد نمیامد. اگر دوست ما گفته او ترکایی نیست، آیات قرآن است که در قلب پیغمبر مانده میشد به این مانا که دوز خودشان گفته که در خواب جبرائیل وحی نازل میشد. امی وحی که نازل میشه در این شک نیست، اما چی رقم نازل میشد؟ میامد در گوشش میگفت، در بالا میرسید، ظاهر میشه جبرائیل مقابل محمد ظاهر میشه. خب ایره من از روی قرآن برای شما میگم، که شما چی میگن و باشه گپ شماست. من به احادیث و بسیاری احادیث ها من اعتبار ندارم و قابل اعتبار من نیست. خب ایره من شما را میمونم، یک تشریح کوتاه میکنم، روز شما بخیر که دیگه دوستا را بگیریم. نظر به آیات قرآن، جبرائیل وقتی که می آمد پیغمبر یک حالت نیمه مدهوشی پیدا می کرد و پس که بلند می شد می گفت اینی آیات آمده. یعنی در طول زندگی پیغمبر بودن خود بسیار حالت های بیهوشی را دیده، چرا که قرآن بسیار آیات از دهش ثابت شده. این در قرآن است که ما قرآن در قلب پیغمبر گذاشتیم یا آیات شد. اینال این آیات تو نامده که صدا داشته باشه که حضرت محمد این عربی خوانده باشه که اینی 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 الحمدلله رب العالمین. این به صدا نامده در ذهنش، مثل که چپ در کمپیوتر بونی یک اکسترنال درایو بگیری درو کنی در کمپیوتر اسکرین آواز کنی که چیزای نوست، با اینی رقم می آمده. این نظر به قرآن است. بفرمایید دوست عزیز به خط هستین. سلام علیکم. سلام دوست عزیز، خوب هستین؟ بفرمایید. زنده باشید. من اول از شما یک سوال داشتم، اگر بتونین جواب بدین. خب باشین، پیش از اینکه شما سوال کنین اسم شما؟ من امید هستم، بازگیری تخلص بکنم. آقای امید بفرمایید دوست عزیز. شما یک از برنامه‌های گذشته رو در مورد کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در مورد صحبت کرده و گفتیم که این کلمه را منظور به اعراب چپاولگر کردیم. من به او توضیحات شما رو کار می‌کنم که نظر شما و فقط نیت دور از شما بیشم که آیا شما صحبتم به معنی لا اله الا الله محمد رسول الله ما در اون زمان در اون برنامه که را مطرح کردم گفتم ای در قرآن نامده که لا اله الا الله محمد رسول الله که در یک آیت یا در دو آیت پشت هم آمده باشه که ما ای را بگیریم ورد زبان خود بسازیم و هر روز صبح شام بخوانیم و ایره بنای اول اسلام خود بگیریم. باز تشریح کردم و گفتم که آمن تو بالله و ملائکتی در سوره بقره آیت 185 یا 285 ای آمده. اینمی آمن تو بالله که ایمان به خداوند
آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. در لا اله الا الله محمد رسول الله بر علاوه که از قرآن نیست، از کدام آیت خاص، مانایش تنها به یک پیغمبر هم. لا اله الا الله محمد رسول الله در قرآن آیات است که یک مؤمن به تمام پیغمبرها ایمان داره و هیچ فرق بین هیچ کدامش نمیگذاره. اگر ما صبح تا شام گفته بریم که لا اله الا الله محمد رسول الله، خداوند نیست جز از خداوند و رسولش هم محمد، معنیش ایست که ما غیر مستقیم چشم میپوشیم از پیغمبرهای دیگر. بنابراین بهتر است که بگوییم آمنت بالله که از قرآن است و ملائکتی و کتبی و رسولهی. ای به مراتب نزدیکتر و درستتر است نسبت به او که عطا خطر عزیز که ما مشرک شویم که محمد پالوی خدا بشانیم و تمام پیغمبرهای دیگر را چشم پوشی کنیم. این نیست، این حال بفرماییم. نه محمد کنه پالوی خدا نمیشانه از تمام این دولا این دولا این دولا محمد این دولا درست همین دفعه شما بشانه در پشت تره هم پیمسته همین ما گفت شما را گرفتم. ما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. در قرآن برای ما گفته شده که به تمام پیغمبرها به عین چشم ببینین. اینال در اینجا که میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، از عیسی یاد نمیکنیم، از موسی، از هیچ پیغمبر یا تمام پیغمبرها، چی میشه؟ ما تنها نام یک پیغمبر را پیهم میگیریم. این چی میشه؟ در طول 1400 سال ملاها میاین میگن که ادیان دیگه منسوخ شده، کتب دیگه منسوخ شده، تنها اسلام است. اینمی راه را باز وینک میکنه برای یک نفرت دینی، برای توهین به دیگرا. اگر امی شما چی رقم فکر میکنین اگر عیسوی پالویتان هر روز بیاید که لا اله الا الله عیسی رسول الله، لا اله الا الله عیسی رسول الله، امی تو نمیگی که او بیدر هر روز عیسی میگی؟ کلگی پیغمبرهای دیگه هم بوده، در قرآن گفته شده که به کلش احترام کن، میگی نه چون توهین میشی. بنان اگر یک کس بگه که لا اله الا الله و موسی رسول الله و عیسی رسول الله، او غلط میکنه. اما او از دین خودشان، از کتاب خودشان میگن، مسئولیت از یاد در مقابل کتابشان. در کتاب ما گفته شده که هیچ تفاوت بین پیغمبرها برای ما وجود نداره. بنان وقتی که پیهم گفته میری، مثلا ما میگیم که خاتم رسول الله ای درست است، پیغمبر آخریز دهیش مشکل نیست، بهترین انبیا میگیم کفر مطلق است، بهترین عالم میگیم کفر مطلق است. مثل ازی بسیار گپا میزنیم در مساجد ما، ملاهای ما میگه که اصلا گناه داره، ولی ما میگیم بخاطر ازی که در امو کلگی ما آله با میرخم قبول کردیم که اینمی تنها و تنها حضرت محمده، بخاطر که اینمی صورت نگیره از روی قرآن آیت 265 و 165 از روی ازو بخوان که آمنتو بالله و ملائکتی کتبی و رسولی، تا که هیچ اشتباهی نکرده باشی. اینی منظورم است. آها، منظور شما را دریافتم. یعنی در مجموع منظور شما به خاطر داری که در دیگه از دیگه از دیگه از دیگه را به جای خدا و جای الهی خدا محمد رسول الله آمد به بلال را بخانه نفر منظور شما احتمالا نمی باشه. کاملا کاملا خودم به معنایش بار باز داشته باشه به خاطر درست هم که پشت سنگرم به قرآن شریفی که بلند بوده، اما بسند جلوی خانو بیامده. و من نظرم این است که وقت ما مسلمان ها که میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، منظور ما این است که ما دین خود اسلام خود از محمد رسول الله گرفتیم. ما دهی با شما موافق نیستم. ما اسلام ما از قرآن است، قرآن هدایت خداونده. هر کسی امروز محمد نیست، قرآن است. اگر ما از روی محمد اسلام یاد بگیریم، پیغمبر با دختر 6 ساله نکاح کرده، خودت میکنی نمیکنی؟ ایناله اگر از روی قرآن ببینی نه باشیم اجازه میتونی. در قرآن نامده، در قرآن
که دختر 6 ساله رو میتونی عروسی کنی. اگر ما از روی قرآن بریم، پیغمبر چی را پیروی میکرد؟ عتی الله چی رقم پیغمبر میکرد؟ امی رسول الله چی رقم عتی الله میکرد؟ از روی قرآن کدام رابطه دیگه خود نبود. خداوند دایت خود رایی میکرد، پیغمبر پیروی میکرد. اگر ما پیروی کنیم از اون چیزی که پیغمبر پیروی کرده، او کتاب قرآن است. بنان ما به این طریق پیغمبر را پیروی میکنیم، امور رقمی که او از خداوند پیروی کرده بود. اگر غیر از این ما بریم با کدام طریق دیگر، خطر از این است که ما کارهایی را بکنیم که با قرآن سر نخوره. امروز یک کتاب حدیث، یعنی دو کتاب حدیث هستم من اینجا دارم که اگر دو سعی کنین، چیزایی است که با قرآن کاملا مغایرت داره. یک گپ آخر از شما. ما خود از پیامبر گرفتیم، این معنی که قرآن از پیامبر به ما آورده. ما اگر دست پیامبر را قبول نداشته باشیم، این معنی که قرآن را ما قبول نداشته باشیم. اگر قرآن را مذهبون که پیامبر را تردید شده دو مدار گرفتیم؟ نه، بری ما که رسیم ما سال پیش امین نوشته است در کتاب اینال این امیر یگان. شما چی میخوانید که همین چیزی که در کتاب رسول در حاضر بخاطر که فرمت در اینجا سال پیش همین سال گرفته این واقعیت این آفرین اینال گپ اصلی را زدی. امین ما که میایم برای شما میگم که این امی کتابا غلطه. چطور میتونه که پیغمبر امی کار کنیم این کتابا غلطه؟ تاریخ اسلام هر تاریخ دیگه را که بگیرین از ابن خلدون تا تبری تا هر کدام اقتباس شده از اینمی جا. اینمی اولین تاریخه، در اینمی نشته است. اگه اینمی را میگه غلط است، کلش غلط است. شما را
امی شما را امی گپ شما را امی گپ شما را من جواب میتونم تا گپ آخر که دیگه دوستان چانس پیدا کنن. شما معلوم میشه که یک مسلمان با مراتب بهتر هستین. ایره شما قبول کردین که امی نمازی که ما میخوانیم درست است، از هر کدام ما درست است، ولی خوب است که کل ما یک رقم نماز بخوانیم یا هر کدام ما هر رقم؟ ما میگم نه، خوب است که کل ما یک رقم. ای بسیار یک گپ درست است ایناله، اما اینی را که میخوانی اگر اونو یک نفر نخوان بازو حق از اوست. او را تو نگو که تو کافر هستی نماز اسلامی نمیخوانی. دعوای ما در این است که چرا ما کل ما یک رقم نماز بخوانیم، کل ما بهتر است یک یونیفرم داشته باشیم. اینال یک تیاد دیگر، مثلا سعی کنین وضو در قرآن آمده که اینی رقم وضو، ما او رقم وضو نمی کنیم که در قرآن هست. یک آدم دیگر میگه ما اون موضوع خود کاملا اون رقم میکنم که در قرآن هست. ما میگیم نه، تو کافر هستی. نه، او وضو اسلامی میکنه. ما دیگر رقم وضو میکنیم چون در قرآن گفته شده این رقم. اگه دیگر رقم وضو میکنی بگو اینی وضو را من خوش دارم کنم، نگو که اینی را اگه تو نکنی مسلمان نیستی، نمازت نمیشه. ما بسیاری نفرا در کشورهای اسلامی کشته شده چرا که وضوش اون نفر دیگه فکر میکرده که غلطه. ما در اینمیجا علمای که در تلویزیون ها بود، از امی افغانای ما در اینمیجا میگفت، اما یک نفر بود که ریشش هم تا یک ریشه که چی داره اینجا سیاگه که دو بغلش سفید، حالا نامش یادم رفته، که میگفت زمین تا آسمان فاصله چطوره کهی. او میگفت که برش زنگ زدن، گفتن چرا نماز شیعه نمیشه. گفت ما پرسان میکنم. زنگ زد آقای مجددی رم و آینکی که هسته، او برش گفت اینا نمازشان هیچ وقت نمیشه، چرا که اینا محصه میکنن در پای خود. اگر در زیر ناخونا اونه را نمازت نمیشه، در حال کاملا دروغه. اما برحال ما شما را امروز میمانم، بسیار ببخشین، ما شما را میمانم که دیگر دوستای ما بتانن وقت داشته باشن. اما گپای شما گپای با مراتب درستر بود. شما یک مسلمان با مراتب بهتر بودین. یک تیاد فکر میکنه که آقای ارخی تو که به حدیث باور نداری، نماز چی تو میخوانی؟ نماز خدا گفته که نمازتان رو بخوانین. اگر تاریخ شما این می بود برات میگفت که اینت رو بخوانین. اگر رکات شما این بود رکاتش رو برات میگفت. اونموی شما این است که بخوان. تو میتونی که اینت رو دستایت بگیری اینت رکایی این همه تو نماز بخونی، یا این ترکایی بگیری نماز بخونی، یا در زمین گیری اکنان نماز بخونی، کلگیش میشه. اینال تو نمیتونی که نماز دیگه کسا غلط بگی. مثلا من میگم وضو میکنی، هر پیش از هر وضو میتونی شاور بگیری، جانت بشوری. اما نگو که اگر تو وضو در وقت وضو شاور نمیگیری تو نمازت نمیشه. باز اینی گپت ضد اسلامیست. ما و تو خراب اعتقادیم، بت کار به کفر و دین ندار. آقای امان آواره شما را بتر میگیرم. اینجا یک شعر بسیار زیبای دگام آقای متکف نشته کده بودم فکر کنم. سخت به دل غافل از خود شعله ما، این شعله خود ماست که ما را میسوزانه. سخت به دل غافل از خود شعله ما، یک شرر برق نگاه دام نتوانست کرد، رام نتوانست کرد. امیده دوباره نشته کنین. یک شرر برق نگاه یک شرر برق نگاه وام نتوانست کرد. احتمال داره کمت باشه پیش ازی که مدسر منازی بچم بین که آقای امان آواره احتمال دارد شما هستین و آقای احمد شاه به شما هم زنگ میزن. بفرمایید دوست هستین، روی خط هستین. الو، سلام علیکم. سلام دوست هستین، بفرمایید. آقای خوب هستین؟ شکر فضل خدا، شما خوب باشین، بفرمایید. تشکر، سلامت باشید. گرچه که من در مسائل اسلامی و قدر علاقه خاص ندارم، اما یک سوال میکنم و اویی است که خود آقای ایار کل ما شما در ایمان باور داریم که هر کس هم مطابق گناه خود یا سزا یا پاداش میبینه کاملا، و هیچ کس از گناه کس دیگه پرسان نمیشنه کاملا.
یعنی در قرآن ما هر وقت میگم کاملا ایره بفهمین که در قرآن هم از روی قرآن میگالم بکشمش امی گفت شما درست است. و یک آقا یار امی آرام علیه السلام وقتی که امی از بطا بود یا درخت بود امی گندم که خورد و خداوند دونو جزا داد یا به هر سیلی داد که مثال نت شد یا برهنه شد یا داد امی دوانش کرد هر چی کرد. بله. اما گناه او کرد اینال ما بیچاره ها از گناه یا زور میکشیم و گناهگار میشیم و بدر تازه زور ما میبینیم دیگه این چه رقم است آقای یار که گناه را او کرد دیگه بندگاهی بیچاره دیگه از عذاب دوان بدر دنیای ما رم رفته بخاطر آخرت آخرت هم بخاطر آخرت رفته بیخی رامت ما مجوان موندیم کم بخاطر آخرت هم چیز کردن هم میتونیم در دنیا چیز کردن هم میتونیم که به آدم علیه السلام دانه خورده یک روز یک کس قصه چی را میکده قصه آدم آوا را میکده یار دقیقه میگفت که حضرت بی بی آوا تکد حضرت بی بی آوا آخر ما برش گفتن که یک قدر حضرت بی بی آوا نگو از دست اونمو زنه به عقل بود که کلگی ما از جنت برآمدیم اگر همون چیزی را که گفته بود نکن نمیکد کلگی ما حاله در جنت می بودیم. خب باز مردم قار شد که وی تو با مادر کلان ما تو کدی تو با مادر کلان ما یا قرآن رو نمی خوانن. خداوند مورد غضب خود قرار می ده آدم و عوا و شیطان یک جایی یعنی یک کسی رو که مورد غضب قرار داده اون مادر کلان ما مگه هستم مورد غضب خدا بوده برای ما قابل احترام نیست اما مردم نمی فهمه همیشه میگن که بیادری مادر کلان اک ماست یعنی ای که خداوند چرا راستی سر ما میکاره کرد عالم آدم هوا میکاره کرده بود همو را رایی میکردی در زمین کلملا قلوچ هر کار کرده بودی همو شیطان هم کرده همو رایی میکردی که عرصهش به یکی دیگه میزدی بید اولاداشان که میشد پس در سر همو مشقاب پرنده نه که او روز خواندم سر همو مشقاب پرنده تولدی های نه پس میبردن ما را در جنت ساعتم رو شما تیر میبود خدام در وجه عادل میامد ما شما توان گناه آدم و حوا را نمیدادیم در واقع گپ خود درست است ما شما همیل توان گناه آدم و حوا را میتیم و یکا بلگا آقای یار همین مردم خود ما باشیم هر کسی که باشم همیشه همه چیز به خداوند و وابسته میتوزه که باشی خدا چطور میبینه چی میبینه باور به خدا بکنه آقای یار باز مسائل ها جاتر مسائل ها در زندگی شخصی خود ما به خدا که سال ها گرفتن 8 سال، 9 سال، 10 سال، 12 سال به خدا گرفته قرار شده باشه خدا چی میکنه چی تو میشه؟ هیچ چیز هم نکرد چی میگیری همین خود، همین هر چی که میگیری خود دسته آقای یار ما برش میگیری چی میکنی، چی نمیکنی هیچ با خداوان باورم با خدا بگو کن خود دستی فقط یک آنه کننده و آنه کنندش تو هستی، ما هستا و ما خود انسان میکنه بیادر خداوان باور کده بگو کار داشته باشه همین خود انسان تاتم گیرنده کار زندگی روزگار خود باشه اتناشه که مثلا اگر مش کار مش مش شیشه به چوار طوفان در جان مونیا در طوفان در خارج خود ما در خارج طوفان آقای آوارا چوار طوفان برام میاد ما بسیار خوش شدم از گپایتان ما شما را میمونم دمی رابطه ما یک قصه که کوتاه میکنم شما ایرا میتونین که گوش کنین یک فکایی شنیدم ببخشین ما نمیفهم که شما خدا حافظ شما یک دقیقه دو سایزم یک دقیقه دو سایزم کدام نفر ملا در کدام جای دعا میکرد همه تو دسته گرفته بود نه بسیاری همه تو که بالا میره خدای بره معذیبته بره عذیبته بره مریضای معذیبته بره مردای معذیبته بره گاو ما چی بتی سبزه بتی بره اسب ما جو بتی بره ایتو باز بره یمسایه ما خوب نیست خدا ایره داتش بسوزن اما تو دعا کده میرفته باز یک نفر دیگه هم اوجا خیست گفت ملا سب کل دعا را خودت کدی بان که ما هم یک دعا کنیم ملا آدم خوب بود گفت خوب بسیار خوب تام دعا کن دست خدا بالا کرد گفت خدایا همی دعای مسلمان ها را هیچ گوش نکن با خدا قسم است که یا سرگنگ سکت میکنن که ازی بده ازی بده ازی بده والله که هر چیزی تو به ما دادی هیچ چیزی نیست که تو به ما نداده باشی تنها هم یکم عقل بده و خلاص با خدا اینمی
چیزایی را که ما امی دوست ما گفت که ما 8 سال ماتل خدا شده بودم که از پاکستان بکشیم، تا زمانی که خودش خدا در دریاها ننداخت، خدا نکشید، خدا نکشیدش. خدا اتو نیست که نمیتونه، اینال شما میگین مرتد لین و خدا باور نداری. اونم اون نفر که گفت خدا همه چیزها را داده ای، تنها عقل نداده ای، اونم اغلبت کل چیز دادی. خدا برای دست داده، پای داده، چشم داده، گوش داده، قلب داده، شش، جگر، صحت، سلامت، تو شکر نمیکنی. اگر تو شکر کنی کار میکنی برای خود، برای زنت، برای اولادت، برای مملکتت. ما کل اگه ما شدیم خدا دیگه یا که با ما نفس دادی نان شام خودت بده، ای شام خودت بده، اولاد میری او بدارم پیسه نان داری که قدر اولاد میری اشتا. خدا که داده نان شام میده نمیتر. این امیال ما از چی میگیریم؟ خب اینال اگر ما راستی کار کنیم، شکرگزاری از خدا به کار میشه. شکرگزاری نیست که در یک جای لط زیر زردالو بفتی، کدام نفرد زیر درخت زردالو افتیده بود، در این بالا زردالو های فخته، یعنی یک کتر پای خود میزد در تنه درخت، یک چند تا زردالو میفتاد که بخوره. این کار را نکده بود، افتیده بود در زیر درخت زردالو، دانواز گرفته. خدا یک شمال اگه بیاری یعنی یک شمال شد که یک چند تا زردالو پایین بفته که این بخوره. حالا بخی کار کن. این حالا اینی مردم ها اینی چیز چیز را باور نمیکنن یا کلگی ما شتیم. خب دوست از این ما نشته در مورد انتخابات، شما باید گپ بزنین، زنگ دهین، نظرتان را در اشتراک بمانین، معلوماتتان را در اشتراک بمانین. شما کلگیش در سر ما میمانین. خب تفاوت برنامه زنده و غیر زنده ما چی میشه؟ ما باید که برم قرار کده برنامه خود بسازم برای شما رایی کنم. باز ای دوست ما قار شده رحیم الله میرزای می خدا اول تو را عقل بده باز دیگه نفر را بدین. خدا مرا داده، خدا مرا داده بخور. اگر خدا عقل نمیداد مال تو باره میامدم هر روز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صلی الله محمد و آله محمد. من نمی کنم، محمد پیغمبر بود، کتاب با ما آوردم، ما به او احترام دارم، به او ایمان دارم. یک چیزش که اگه امروز به درد ما نمیخوره او را میگم بر 1400 سال پیش بود. اینال هر کدامتان که کدام چیز دارین بگوین، نگو کافر. حالا خب یا اینه حالا نمیشه نفرها زنگ میزنم و کدامتان قطع کردیم، یعنی بخصوص برای مخالفین ما تا زیادتر وقت میتم. چرا؟ به خاطر که نگویه که دیدیم را قید کرد، اگه نه والا اگه حالا میموندم. خب اینه بیا گبله که ما از تو یاد بگیریم. دوست از ما نشته که آقای سروری که در قرآن شجر درخت نیست، آقای محترم شجر به شکل متافور یا استعاره ذکر شده است، یعنی این که سیستم و بهشت هم من این حال اینی نفرها که میگه که به شکل استعاره ای را گرفته. شجر درخت منامته درخت است. اگر شجر مرغ منامته مرغ است. ای که تو آمدی مثلا اون روزا یک کس آمده بود میگفت تو آیات قرآن را نمیفهمی، اگر فهم قرآن میداشتی امی سوره کوثر برای محمد و دخترش فاطمه آمده. سوره کوثر 3 آیات داره، ما امور برش به عربی و فارسی نشته کردم. اینا اتاینا کل کوثر فصل ربک و انهر هو انه شانه که هو لبتر. گفتم توی برای من نشان بده که کدام از این فاطمه در کدام جایزی نشته شده، محمد یا رسول در کجایش نشته شده. میگم اونه کوثر. میگم کوثر چی؟ میگم اونه فاطمه ما نامیده. میگم چطور؟ میگه خداوند گفته که ما برای تو کوثر دادیم، یعنی فاطمه را دادیم که چشمای جوشان باره از پشت از او اولادا میه. این حالا اگر شما اینی را این رقمی بگیرین باز مانایش ایست که دیگه در هیچ گف بند نمیمانین. هر گف شما میتونین که بگوین نه پیسه، خب پیسه مانا نمیتا، پیسه در هیچ مولی مانا میتا، مولی مولی مانا نمیتا، در هیچ مولی مرغ مانا میتا. نه، قرآن ات نامده در لسانی که هر کس بگوید که این ایجه ات ما نامده. قرآن خدا میگه به لسان عام عرب رایی کردیم که تو بخوانی بفهمی. اونمو اگر خداوند ایجه شعر بیدل میگفت
خدا شعر بیدل برای ما نشته میکرد. خب باید میگفت که او بچه ها یک چیز نشته کردین که باز نفرهای کمتان کمشه میفهمین، دیگرهایتان غلواره زامت نکشین، هیچ کدامتان نمیفهمین. میگه قرآن رایی کردیم که تو بخونی و بفهمی. خواندن بر از اینه که بخونی، که تو بخونی و بفهمی. اینا تو چطور میتونی بگی که کوثر در اینجا فاطمه مانا میتن؟ دوست ما میگه که آیا شیطان خانم داشت؟ ما فکر میکنم که در بعض آیات قرآن از چوچه های شیطان گپ زده شده. اگه یا مثل چرچرک یا بعض اشارات که نیم میشن دوتا میشن یا چیز اتنه شده باشه، حتمی زن داشته، چون از اولاد شیطان در قرآن از اولادش یاد شده. بنان ما فکر میکنم، چون که ما و شما همتا فکر میکنیم که از زن از که اولاد میان، یا ایست که از قبر چپ آدم آره که هوا بر آمده دمو حالت شما میره مجزم کنین که از قبرغه آدم عوار بیرون میکردن که چی چیغای میزدنه خانما که اولاد میره واخو چیغ میزدن، اما حضرت آدم چی چیغای سایی میره مردن. آقای بچه ها، آقای بچه ها سلام عرض میکنم، بفرمایید روی خط هستین. السلام علیکم شبی جان، جور هستیم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین انشاءالله؟ خیرتی؟ تشکر، سلامت باشی، زنده باشی شبی جان. خنده میخواییم به زیاد وقت خواهش میکنم، زود میخواییم که چیزایی که دارم امور بگویم، چون چیزی که به نظر خودم هست. اول خود خداوند میفرماید که قرآن احتیاج به توضیح تفسیر ندارد. در سوره اول احد آیه 11 خداوند میفرماید که این کتاب از طرف خداوند که آیاتش به طور محکم قاطع از طرف خداوند توضیح تشریح تفسیر داده شده، هیچ احتیاج به تفسیر ندارد. کاملا اینمی گپ شما، اینمی مردم امیر دوباره تکرار کنن که مردم بفهم که شعر بیدل نیست. خداوند میفرماید که قرآن احتیاج به تفسیر توضیح شرح ندارد. بله. در سوره احد، بله، سوره 11 خداوند میفرماید که این کتاب از طرف خداوند آیاتش محکم قاطع، بله، محکم و قاطع و از طرف خداوند توضیح شرح تفسیر و تفسیر داده شده، احتیاج دیگه به این چیز ندارد. محکم است، بله، فقط ترجمه میتونی که دیگه تفسیر و توضیح و شرح دیگه لیاقت نداره. ابدا بر خداوند نمیره در قرآن گفته. کاملا اینمی گفت اینال تکدارای دین به خاطر که گفتشان سر چاکی میشینن، فقط میگه قرآن و شرح و تفسیر باید شود. کاملا تفسیر ضرورت نداره. خداوند خودش میفرماید که این قرآن آیاتش محکم است، قاطع است و چیز تفسیر گفا ضرورت نداره. آمدیم درباره و دوست عزیز ما که اول سوال کرده بودن درباره شیطان و جنت و درباره حضرت آدم علیه السلام، اصلا خداوند خود دانای مطلق است. بله. زمینی که فیشت تیار کرده بود، زمینی که عصد کرده، زمین و آسمان که پیدا کرده، خود میخواست که آدم خلق کنه، آدم خلق کنه و شیطان هم خداوند هیچ کار خودش در قرآن گفته، من هیچ کار بدون دلیل جادوگری نمیکنم، یک دلیل برش دارم. بله. شیطان هم برش دلائلش که چه رقم باید آدم هم وقت زمین خلق کنه که بنابراین به این میخواست که آدم به این زندگی کنه. آدم در جنت بود، شیطان هم برش رسمی که بود. او چیزایی که خداوند در قرآن میگه که چیزایی که علم شما نمیگشه در روز قیامت برای سوالایی که شما به زمینتان میگردین و جوابش نمیفهمید با در روز قیامت بدون آشکار میشه. بله. سوالایی که در ذهن کسی که درباره شیطانی که کده خداوند اکتفاق و کده و دیگه فرز داده بی از ذهن انسان خارج است. او را خود خداوند کده شیطان میفهمه که چی جواب دارن در روز قیامت برای ما معلوم میشود. آمدن درباره از این که وقتی که آدم علیه السلام کده هوا در بهش زندگی میکرد اینا را منع کده بود از این کدام چی دیگه هرچی که بوده گندم و گندم نبود از این بطه یاد دارد، بله، خوردنی یک چیز بوده، اما اون را که من شده بودم را خوردم اینا
وقتی که میخورن شرم جایشان برایشان برو میشه که بله. بارگاه درخت خورم بله. با پت میکنن و با بارگاه درخت خورم لیف های پر پت میکنن بله بله اینمی پیش از او چرا شرم جایشان برایشان مورم نمیشد که بعد از او کنمون رو میارن میخورن شرم جایشان مورم میشن بخاطر از اینکه پیش از او نفس نداشتن اونو میروی هرچی که میخورن نفس پیدا میکنن نفس میشود نفس که پیدا میکنن از جنت باید برانده شد نفس پلیترین چیز است بله آمدن دوباری از اینکه چرا فشتر یک دوست ما گفت که یک چیز آقای احمد شاه یک چیز شما گفتین که در اونو وقت است که نفس پیدا میکنه در قرآن گفته شده که از تمام از چیزا خورده میتونین و استثناء ازی بنا نفس داشتن اونمو یک میوه که میخورن نه یعنی در وقت نفس داشتن چرا میگه میتونین بخورین خوردن جزء نفس انسانه نه اینا را نفس یکی نفس است که نفس مده نفس داره بله یکی نفس پایان است یکی نفس بالا است خب این نفس یعنی نفس شهوانی نداشته بله یعنی نفس شهوانی نداشته نفس شهوتی شهوانی یعنی بله. وقتی که میوارا میخورم نفس شهوتی و شهوانی پیدا میکنم که با برگاه درخت خودت پنهان میکنم بله برای ما فهمانده میشه که نفس شهواتی پیدا شد دیگر بعد از او اینا به زمین پاهم میشن پیشتر هم اونجا دوست ما گفت که چرا ما میموریم گناه را دیگر کس کده و گناه از ما میگرد این اطلاع است که مثل که یک قالب کیک است بغلش کپ شده کده چکوش دهی بغلش کپ بدی هر قدر کیکی که دهی پخته کنی بغل کیک کپ ببره ما گناه را از پدر خود از مادر خود از پدر خود به میراث آوردیم ما باید از بمبوریم دوباره ما زنده شیم که اون نفس دیگه زنده نمیشه غیر ممکن است که نفس از جان آفره و غیر از اینکه ما بمبوریم احکوم به مرشیم باید از اینکه ما زنده شیم خب باز اینال آقای احمد شاه یک سوال دیگه ما در دنیا حور و غلمان داریم اگر که با این نفس زنده نمیشیم چطور؟ ما قیم سرده اونه اداره در قرآن گفته شده که زندگی از دنیا به متای از دنیای دیگه نیست درست هور قرمان هست مثلا هور هست و قرمان هست بسیار میوه هاست، درخت هاست، جوه هاست، قصر های طلایی هست، چه دیگه هست این چیزا که هست اما در این جایی نگفته که این هور قرمانی هور که هست برای همخوابگی شما هست شما که دازه میتونن همخوابگی کنین میجانی که شما به اصطلاح شیطی که که زن خودم به این دنیا میکنین امو کار کنین، یه چیز گفته نشده من مثال بردم میتونم نه اینا گفته شده نه اینا در قرآن نه شراب قمار میگه که حرام است به خاطر کار شیطان است در این دنیا چرا شراب حرام است چرا در جنت نه او بسیار دور میره باز دیگه چیزا میمانه خب آقا احمد شاه شب جان مربوط نمیز چرا در این دنیا اگر کسی شراب ببینید دلیلش اینه اگر کسی شراب بخوره زیادتر از حد خود که بخوره به خود میشه وقتی در خانه خود بیاید از یا دختر باید فرق بین دختر، زن، مادر یا خواهر خود کلا نمیتونه به خاطر حرام است مگر نفس که نباشه در بهشت و نفس دیگه نیست نفس شهواتی دیگه نیست دیگه یک نیست در اونجا حلال هم بخود دیگه مگر احمد شد جان حالا یک چی دیگه یک مزاق کنیم آقای مجیب رحمان است مولای ایراد اون میگه نه که در اونجا 72 تا هور براتان میده کمردرد هم هیت نمیشین اینال یه که 72 هور میده من هم نگم که نمیده 72 هور میده یا قصرهای طلایی میده هر چیزی که میده اینال او زندگی وقت خداوند میفرماید ما نمیفرماید ما در دنیا دانون نرفتیم مثل امو شعر بیدر است که میگه که مگر از فکر اقبا بازگردم تا با خلشایم که از خود صرف از پیش بینیم آره ما این پیش برای ما در قرآن پیش بینی شده گفته شده اما ما خود ما نرفتیم ندیدیم اینال زندگی گفته خود در قرآن گفته شده که زندگی از این دنیا به متای از این دنیا نمیرسد اینال او شیرینی از این دنیا نفس از این دنیا به متای شیرینی نفس میجا نیست به متای شیرینی از این دنیا نمیرسد اول اینی که در جنت پیری دیگه نداریم مریضی دیگه نیست درد نیست ناجوری نیست وقتی که شهوات باشه زن شهوات یا امخابگی باشه خود درد شد، زچگی شد، بیماری شد، اولاد آوردن خب ما از پیش شما میرم
چون که به دیگر دوستان وقت بمانه. احمد شاه جان بسیار سپاس میکنم که تلفن کردید. تشکر آیار، تن سلامت باشی، زنده باشی، شب و روز خوش برات بیاد، خدا کنه که رخصتی خوش بگذره. تشکر. دوست عزیزم بفرمایید، در تلفن هستید. بله آقای شفیع عیار، سلام علیکم. سلام دوست عزیزم بفرمایید. خوب هستید؟ چالشون جان. آقای شفیع عیار، من یکی دو سوال داشتم. امی دوست ما راجع به مزایای جنت گپ زدن. من هم میفهمم ما مسلمان ها تنها در موارد عشق عاشقی جنت راجع به عیش و نوشش راجع به راحت بودنش گپ بزنیم که اینمی را به حساب سرمشق قرار داده. من هم راجع به می که آیا اینمی دین رو آقای هر بسا ببخشید آیا درست هست بعض از غلطی ها بعض از چیزا مثلا من شما یک دسته سوال دارم. آقای هر در قرآن آمده که نویت تسل آتیش رو بیتان میگم کوتاهش که شما یقین خبر دارید بهتر است که نویت تسل هیچ کس نمیفهمنی مگم امروز سعی کنیم که همی که در قرآن غلط برآمده. مثلا وقت باران کس نمیفهمه همی که در قرآن غلط نبرآمده اگر یک وقتی کتاب میتانه بخواهد که باران میشه یعنی بعض ما ما مدافع کتاب اگر خدا فکرش کنیم مدافع کتاب خداستیم بدون از این که بسنجیم که اینمی برای مثل نو ما برای یک انسان آمده مبادایی که دستان خورده بعضا حتی انبار شده در داده شده در وقت حضرت عثمان امید بران در داده شد که انبار شد در داده شد که گفتن غلط است. حالا امی که تضمین وجود داره که در امی کلام انسان گرد نباشه این قدر مطمئن هستیم یک کس در شما مثلا سوال میکنید برای شما این چیه توضیح میتر قصه جنت ها که در اون جنت تر هست این تر هست بزه که شما دیگه بیرا شدین گمرا شدین نمیفهمین اصلا آگاه نیستین و اوی قدر آگاه اقا مطمئن هست چیز رو که ندیده یعنی از کجا اینا قدر مطمئن هستن که این همه تیر یک چیزی وجود داشتن جانها فدا شد تبایی آمد در بدبختی در این مملکت ما هست سر از امید جنت هست چون عیش نو شده او که نشان داده شده کی رفته کی آمده چرا ما قدر مطمئن باشی که یک انسان مبادایی که یک خودخواه بوده باشه آقای عیار یک انسان بوده باشه که نامش در دنیا باید مانده شده نامش باید زنده باشه نام خود که یک کس جای بجای کرد و سر حالا همی دمی آخر چی که اللهم صل علی محمد و آلی محمد امیر خواهی خود محمد رو میخونده نماز خود دمی آخر وقتی که انسان میره به طرف آخرین شزده امی به حساب ابراهیم آمد و به حساب محمد آمد امیر خود محمد میخونده این همی چیز داره کرد اگر آدم از عالم دین سوال کنه آقای اعصابشان خراب میشه میگه تو گستاخی میکنی تو باید از فکر کار نگیری مثلا من از قاری صفی الله راجع به پنجا مرتبه نمازی که اول فرض شده بود باز با پنج مرتبه آمد دوستیم این پنجا مرتبه اگر میبود ولی خود تشکیخی مردم نان خوردن خلق کردن گفت که قار شد اصحابش خراب شد که شما باید این چیزها رو از دقل دنیایی و انسانی تا فکر نکنه این الله میفهمه و بدر از کجا مطمئن هستی که این الله میفهمه تو گفته چرا اینقدر مطمئن هستی ما امیر میانه شما برای من توضیح بدیم به صفت یک مسلمان که بسیار دفاع کردین من از شما تشکر میکنم که راستی ایمان خوب هستین بیشتر بسیار دفاع کردین از قرآن و به صورت بسیار مناسب خوب هم دفاع کردین همین چیزا رو شما دیدین ما چرا اینقدر مطمئن هستیم که امیان یک انسان غلط نکرده باشه شاید خواهی دیده باشه. شما امروز در برنامه از اول آمدین؟ بله؟ شما در برنامه امروز از امی شروع برنامه بودین یا آل آمدین؟ والا نه خود بسیار باشد شده باشه که من نیم اول برنامه شما من نبودم نه در اولی پیشتر آمد و خانه امی مکمل من تا من از امی صحبت های دوستا بحث هایتان امی برداشت من بود امی گپره که زدین که من تشریفتان امروز یکی از دوستا امی رو سوال کردن امی مسئله را خب و ما امیر جواب دادم که قرآن چی رقم نوشته شده چی رقم نازل شده چی رقم وحی شده مردم در اون زمان چی میگفت خود قرآن چی نوشته شده امی گپ شما رو من امیر جواب دادم تکرار میشه بسیار ببخشید من فهمیدم بسیار آقای وایار اگر منظور تو نو باشه باشه من اون قسمتی رو شما گفتید که امی در قلب پیغمبر نازل شده من هم سعی کنید توای چنین است که پیغمبر در خانه خدیجه شده بود از جبرائیل آمد به والد پیغمبر ناگوار شد و خدیجه پرسان کرد که جا
جبرئیل هست دفاع به سلام علاه برد میرسونه. یادی آدم یکی است فکر کنه که راجی به کی ما گفت میزنه. یعنی دهی این شرک این شرک است که خدا بر محمد سلام برسانه. چرا تو یعنی چی جاد یعنی چی با دردش یعنی میشه که خیبیسا با درد خداییش خورده یعنی که گویا دینش هم نگاه کرده بیشار با درد خورده که اتر خدا بر از اینا بر فامیلشون سلام برسانه. یعنی ما میفهمی که راجی به کی گفت بزنی. یک دخه دوست از این یک دخه آقای عمر ناصری و دوستای دیگه که نمیفهمین این نمره تلفن امریکاست. کد امریکا را از هر جای که شما زنگ میزنین بخیلم که یکم میگیرین یا پرسان کنین که کد امریکا از مملکت شما که زنگ میزنین چی است. و دوستان ما که میفهمن در اینجا نشته کنن آقای ناصری هم سوال کردن یک تعداد دیگر هم سوال میکنن. ادامه بتین دوست از این منظور به سرعزی بود استاد محترم که یعنی ما اینقدر مطمئن هستیم که مثل که دیده باشیم این می شخص هست که همین آیت در پیش ما آمده باشه مثل که خداوند یا الله که هر کدام ما تماس داشته بوده باشه. اگر منظور از الله یک ربر نه باشم هیچ پرابلم کسیش ندارم مگر اون خدایی را که این خالق از این کائنات هست که یهود و نصارا و همین کل اگیر از کرده یعنی او چطور که سلام کنه بچه برای خدیجه میرسانه و صلوات میفرسته خود الله با فرشتگانش صلوات یعنی چرا یعنی چرا امیر برمک از بوه که چطور مثلا چی کار شده این تو به حق الله که اینقدر مدیون از انسان است که برای این صلوات میفرستن ما باید جان خود فدایش بسازیم این تو کنیم و تو کنیم یعنی برای کی آمده برای خودش چه رقم کسابت سازید سوال نکو یعنی ما چطور باید مهین باشیم که این گفا درست است. یک مبلغ به عقل مقر اگر داره سوال کنه میگن تو توین میکنی اگر سوال نکنه امیر معنی یعنی راستی توین با منطقی اگر انسان از گروه بدارن یک آدم گفته که مرا پس جان داره تو پدرت دوز داشته باشیم جازه چیست هیچ اینه تو نام الله را بگی نماز را بنام را من بسیار تشکر برای امروز همه قدر بسیار خوب بود و گپای شما را مردم میشنوه. دو سایزم اینمیجا شما کلگیتان این حق دارین نمره تلفن زنگ دین نظر منفی دارین مثبت دارین هر کدام ما یک نظر داریم بفرمایید دوست عزیزم. آقای ایار خوب هستین؟ یکی دو هفته پروگرام نداشتین چیکار کردین مصاحبه رفتین؟ امی هزار گونه جواب است بر هزار سوال بیا که مقصد اصلی شود به منزل حال. این دوست ما نشته کرده بودن ما بعد از بسیار وقت یک رخصتی گرفتم برای دو هفته اگر شوام رخصتی پورا نبود دیگه رفته بودم. امی بیرقی که در پشت سر میبینین بیرق اسپانیاست که بسیار یک جای مقبول خوب و که میدیدی از یک نگاه جگرخون میشدی که کمبودی های خود در وجه میدیدی که ما چقدر پسوان هستیم مردم ها برای مملکت خود چی کردن. غیر از او دیگه جور تیار بودم بفرمایید دوست عزیزم. تشکر کنم. خوب سر است بهتر است از اینکه من گفتم فرانسه رفتین شما بعض مسائل منفی در این آدم میگه که چیزی رو جنجال شد چین نه خبر بهتر بله والا مسترم همین مسائل افغانستان که آدم میبینه ببینه چقدر بدبختی است که امروز ما خوش هستیم که همین قوای خارجی به اصطلاح یا کافر بیای همو افغانا رو بکشه یا آنقدر وحشت میکنن از حال هر روز بم و انتقال ایجاد میکنن که یعنی ما خوش هستیم که مردم ما رو بکش از بس که وحشی هستن. این بسیار تاسف آور است به جای تاسف هست که بسیار آدم رنگ میبره که چرا اصلی نمیشن همین تعداد یعنی اسلام و دین مدرس همین شروع رو کشتن و چیز انسان هست من این کمیان چی باید اسلام میشن. ما بر شما این رو بگویم یک چیزی را که اما تنهای ما متاسفانه قار میشه ایست که اسلام در 1400 سال چور انداختن دوزی چپاول تاراج بوده حتی خوبترین امپراتوری اسلامی که عباسی های ترک بود اگر ببینین بینمی اساس بوده. آیا اسلام میتونه که دین صلح و دوستی برادری باشه؟ کاملا میتونه اما اسلام و مردم استفاده کردن برای پر کردن جیب خود پر کردن توشک خود زن از او را بگی شویشه بکش که کافره ای دیگه شد کنیز بساز و دیگه شد ای دینمی 1400 سال بوده از امی دوره که پیغمبر فوت شد که دمی
مدینه که حضرت عمر، حضرت عثمان، ابوبکر از پیش مردم مدینه چور انداختن، خلافت را که در اسلام اصلا نه انتصابی است نه موروثی، بعد از او که حضرت علی را چطور پس کردن، جنگایی که شد که چقدر مردم کشته شد، کل از این نمی بوده. بفرمایید دوست عزیز، روی خط هستین. سلام علیکم. شکر دوست عزیز، بفرمایید. شما فرانسه که بودین شیخ جان، نمون که عکس گرفتن که اصلا بسیار مردم باز ملاحظ خیستن که ویده تنیست در فیسبوک هم لایف که رامی نظری را اگه بشناسین چند نفر دگر سر از او بسیار انتقاد گرفتن، همون نفر که لایف را گرفته بود وید سکندری او را بسیار بیار کرده بودن، میگه که تو مرتد هستی و چی مانا میتن که تو چرا که شهریار عکس گرفتی؟ این نتیجه بسیار کلیگی را میپرسنن که میگه که شهریار عکس نگی، چون یک نفر که دوست هم داشته باشه دیگه میگه اولی که اگر ملا اینقدر جرأت داره، این نمره تلفن برنامه مازاده، تو وظیفه داری که نهی از منکر کنی، امر بالمعروف. بیا این هر کس که میخواهد دمیجه برای ما بگوید که چرا ما کافر هستم، چرا اون مسلمانه یکی. دوم دیگه برای یک مدت اینا میترساندن که اگه بیایی با ما میکشیم، اتین آمدم هر جایی که گفتیم دمو هر جایی رفتم کشتن او سبان که جرات نکدی که بیایی در پیش روی ما مستاد چی. ما هر گپه که میزنم به اساس کتاب قرآن میگم، قرآن در کمرتان زده که زور ندارین که بیایین گپ دین، ای را بیاب میکنی، او را بیاب میکنی، او را بیاب نکو. او خب فالوور من نشان داده که عکسه که این مردم اینقدر شفیعه را خوش داره. تو سر از او اگه قرمشی کت کلگی تو خود در جنگ ناقی مندازی. بیا مرا تشریک و بر از این نفرا که اینی کافره که او مرا ایلا کنن و جنگ تو مرا ایلا نمیکنن، چی وقت ایلا میکنن که تو جرأت کنی بیایی از روی قرآن استدلال کنی. دمی 8 سال هر کدامت که آمدین یک قفاق که زدن در رویتان دنبتان در قات پایتان رفت، گوشایتان پایین گریختین. کدامتان آمدین؟ آخریش امی آقای لطیفی بود که آمد یک دو برنامه امو گپای را که زد از روی قرآن برش رد کردم. پیش از او دیگرهایتان که به نامردی و به دوام آمدین امو را با تعمل آمدم تشریح کردم. هر کدامت که زور فکری داری اینه برنامه ما خود پت نکدیم دمی 8 سال اینه می برنامه اینه نمره تلفونم. چرا تو بر خودمی وظیفه را نمیتی ملای غول؟ خب یارم او وظیفه تا بده استاد شو که ما بیاییم که تو امیجا استدلال کنیم. حالا این هر کدامتان که میاییم که گپ میزنیم، ما که تان گپ میزنم، نه دو میزنم نه ناقی قطع میکنم. برای کسایی که مخالف هستین بخی زیادتر وقت هم میتم. چرا اون امور نمیتونی که تو برای 1000 نفر زنگ میزنی که شما مشرک شما کافر؟ مشرک توستی که لا اله محمد رسول الله میگی. خداوند در قرآن گفته که تو تمام پیغمبرها را به یک چشم ببین. ما میگم تو مشرک هستی که میگه پا میزنی، این با قرآن سر نمیخوره، تو استدلال نداری. این حال تو چی میگی؟ چرا با شفیعه ها را عکس گرفتین؟ بکف بتر و کت ما که عکس گرفتن سعی کنم امروز در برنامه خود امی عکس ماندم. اینها با من عکس نمیگیرند، این تفسیرم است. اینها عاشقان مسئولند، از بس دلشان برای او تنگ شده از در من میجایندش. من کجا و او کجا؟ سعی کنم ما برای خود هیچ کردیت نمیگیرم. اگر نه او غولایی که قدر کافر میگن مسعود 8 سال پیش که ما آمدم در زیر پایای تبلیغات شبکه‌های جاسوسی بود، کلانا کلش پیسا دوزی میکرد، مسعود در زیر پایا بود. ما چقدر دو خوردم تا که آمدم از مسعود دفاع کردم. کدامت راستی با منطق استاد شده بوده؟ دما قدر چنل های تلویزیون از افغانستان تا ما میشه کدامت هم تو پای هم کار کردین؟ هیچ کدامتان. بنان شما مرا کافر میگین، بسیار خوب، حقتان کافر بگوین. اما وقتی که ما به قرآن ایمان دارم، به پیغمبر ایمان دارم، به دیگه چیزایش ندارم که اینمی قرآن خدا راهی کرده و با وحدانیت خدا اینمی اساس اسلام. ای که آیا ما به این دل خود ایمان دارم میره، نه ما از تو را میفهم نه تو از ما را میفهمی. اگر زور داری این منطق اینجا کلیب پر شما را دو داریم چیز ما شما را دوست داریم، چون به خاطر که شما بشه افغانستان به خاطر افغانستان چون هر وقت را ضعیف داریم
اگر او اسلام از او خیلیت دیگه است و نظر من با شما باید از صدقه گفا نباشه او 14 سال پیش بود پیغمبر هم اگر عرب بود و هم در فایده خود هم وقت در چی میفهمی که چی همون نفرهای که هرسی نشته کده در فایده خود نشته کده باشه از این خوادم باید هر گفت جا جدی نگیره احتیاج خود کمک کنه کامل شما وطن خود جور کنه کامل اگر شما نمیخواستم بگه کمی دونالد ترامپ که او عسکر خود از بانه گرفت به نظر شما او را خودش تخنیک است یا راستی او قاره تر مسکرش کشتن ای که احتمال داره که اگه عسکرش کشتش نباشه است چرا طالبان اتنیست که یک رهبری بسیار مستحکم داشته باشن رهبری از اینا هم شاخه های مختلف داره بازی ها خود تبلیغات میکنن که نشان بتن بر نفرهای خود که مازد امریکا هستیم در بالا از امریکا هستن در زیر باید تبلیغات کنه اینمی نفرت را که اینا ایجاد میکنه بازی اقتیاد مردم میاید امو کار میکنه چون امو نفرت ایجاد شده اما ای که طالبا زده امریکا باشه به هیچ وجه نیست ای که غنی باشه نیست ای که امرالله باشه نیست اینم اینا کلشون از امون مراجع میکلانای ما کلیکش تمویل میشه اما ای که کشته باشه ولی که دونالد ترامپ از خاطر یک عسکر خود میقه نفر هم میکشه اما 45,000 عسکر ما در افغانستان در 4 سال غنی کودن کشته شده و ما قرارداد امنیتی با امریکا داریم و اینا هیچ کار نمیکنن هر روز صلح با طالب از این خاطر اینا پیش ما محکوم هستن بر... غنی کرده خودش طالب است از این خاطر کاملا اینا اونمو کار کردن چی هسته ولی به هر حال دوست هستیم من بسیار خوشحال شدم اگر از اون ملاقات رو بشناسیم شما را دوست داریم من بشه خوشحال از اولاد هستیم کس اگر کس تفاصیل بگه ما هستیم هر کسی را که دیدین که گفتم اون ملاق کافر نمره تلفن ما بده بگو شنبه این از این وقت تا اینجا که من که نفر افتار داریم در فیسبوک ها بخاطر شما گردفرا فیسبوک ها خطر شده اکنانسی داره شما را شد ما نفر اول هستم که تشکر بازدور سانم من پیدایش میکنم در جایی که باشه اگر ایش کنه هستم فامیلش خواه پیدا میکنم قصد مثال میگرم اکد خدا نکنه که در شما تیشد ریاستان باشه لطف میکنین ای کسایی که قدر مرا میترسانن آدم های جبون هستن که مثل جوک وار از خون مردم زندگی میکنن حالا که چی می همی انکرمون کرده قلبتان می قبرتان می پیسه بتین علازی علازی ما اون چالا را نمیزنم می امراض صفایی نمی گپ خود میزنم دوست ازم روی خط هستین سلام آقای ایار عزیز هستم از دنمارک آقای عزیز بفرمایید آقای ایار یک معلم برای جان محمد میگه که یک جمله بساز برای خاک، آب و برق خاک؟ جان محمد برایش میگه که خاک و آب و؟ خاک آب و برق اوکی، بسیار خوب، برق بسیار خوب جان محمد برایش میگه که خاک بر سر اشترپنی کنه، آب داریم و نه برق بله خب خاک بر سر آب؟ اشترزنی که نه آب داریم نه برق آه اوکی همه ترامه است لعنت خدا به این کسافت های مملکت فروش که کلگی را فروختن اما در دستشان باز تصویه نه اما غنی یک تصویه یک داره باز اینی غولا اونمو تصویه از او فکر میکنن اساس اسلام ها ولی خاک در سر غنی و کلگی از یا بسیار خوش شدم دوست ازم اگه اجازه باشه یک بیتی از بیدلم برسان آه چرا نه بفرمایید چی حاجت است به زاهد به زور میدادن؟ چی حاجت است به زاهد به زور میدادن؟ آها و خاک تیره مریزید آبروی شراب آبروی شراب اما بسیار درست آمست چه حاجت است به زاهد به زور میدادن؟ میگه در دان زاهد به زور میدادن بانش که نخوره بره به خاک تیره مریزید یعنی زاهد خاک تیره است تیره روی است به خاک تیره مریزید آب روی شراب بسیار شعر مقبول زنده باد بیدل بسیار تشکر اما چی شد؟ اما با زاهدات نیست که شراب بعدشان بیاید کدام نفر در کدام مجلس زدش یک بوتل باده بود یا واین دمو مجلس منداخت دمو جا یک چام بود آقای ناصر دمو جا یک چی بود یک
مولام شیشته بود هیچ فکرش نشد، اما تو انداخته می رفت مولام خیال آلو بالو کرد، اما تو نوش جان کرد. یک چند دقیقه تیر شد سری مولا بسیار، اما تو یک مزه مزه آمد دیگه، اما تو خوشخوی شیشته بود که امون نفر باز تیر شد که وای نی دفعه فکر شد آقای ناصری یک دقیقه در لین باشین. آخواد می روانی گفت که چیست؟ گفت که مولا صاحب باده می خواهیم. باز چی میگه؟ امو نام سویل ماندهش نگی پر تو. یعنی بزرگ که از مولا را تن امو دفعه اول بزرگ مایی بتین، بعد از دیگه از کل که در شرابی زور مولا می شده سر نماز شاید که چیش بره. اوکی اینا میگن صدا و منگل میگه ورقه ابن نوفل نویسنده اصیل قرآن. دوست ازم بفرمایین شما خدا معرفی کنین. با عرض درودای فراوان نوال سعید است از منساسا صحبت میکنم. بسیار خوب، خوشحال هستم، بفرمایین. ما یکی از رانتای شما هستم و قبلا صحبت هایم داشتیم. یک دقیقه شما یک دقیقه باشین آقای روکای قاسمی نشته میکنه یک دقیقه. مگر چقدر پول یوتیوب و فیسبوک میدهد؟ اگر ویدیوهای آقای عیار در یوتیوب دیده باشید، این نیاز تجارتی در ویدیوهای عیار وجود. خب پیشتر یک کسی نشته کرد که تو از خاطر پیسه از ویدیو یوتیوب و فیسبوک، فیسبوک یک قران نمیده، یوتیوب یک در پیچی میده. من تا حاله دیگه دوستان میگیرم برنامه های من را در یوتیوب بندازن، در مابین شیلان میمانن. ما هیچ اونا را رد نمیکنم، اجازه دارن، اما ما خودم در ویدیوهای خود اصلا اعلان نمیمانم. در اعلان اگه بانم بسیار پیسه میتن، بخاطر چی نمیمانم؟ برای ما اصلا مهم نیست تو پیسه، برای ما جان خود در ایران ماندیم که کشتام شام خیره که میام وطنم بفهم و در قصه از نیستم. این حال بفرماین ادامه بتین. چند سوال باشیم و از جمله ده ها سوال فقط یکی دو سه تایش را اینجا خدمت شما عرض میکنم. خب از اول شروع میکنیم. جان ما جایی خانده ما اول خوبات بودن که خداوند مله های نصیف از بایی وردارم برده که تیمه ده ها و صدا سال از ما مسلمان های قصه‌ای ساختم تا اون جایی که مشنیم میبینیم اکثر یه وطنهای ما قسم صحبت میکنم که وطن در هوایی بیدون دلیل و منطق میگم با ما هوایی که تقریبا 99 فیصد ما میرد که مسلمان هستیم بله اول که وطنهایی بیدون وطن ایمان که گفت که باید چرا وقت شیطان پایین آمده من جد از اون تایید میکنم و چرا خداوند باید مخلوق خود که شیطان هست یک از دستی روزه که کتروز رفت میکنند و به اینجا یه اول وای فرموزه شما یک نکسی بگم مطرح که آیا شیطان وقتی میگه که ما سجده نمیکنم این بنده شما در روی زمین مرتکب گناه ها بشه؟ بله. خداوند میگه که نه نمیشه ما میکنم. این نشانده این نیست که شیطان دانش شافرمش تو و نوزه بلا بالاتر از خداست؟ این یکی. بله. اون میگه جای خانده نمیخوام در کجا که قرآن قبل از موجودات دنیا و کائنات و جهان با وجود بوده یا خداوند رو نگفته خیلی 23 سال با محمد به شکل تدریجی نازل شده. بله. این اگر این درست باشه به این موقع است که همه واقعات دنیا قبل از طرف خدا معین و مشخص شده، حتی ازدواج محمد با زینب. آره من نمیخوام که چرا او عرصش مرکم بوده و در این پایانش محمد هر کاری که کرده خب این قبلا وقتی که قبل از خلقت از اینا سرنوشت چون تاییم بوده و تایی آیان
در لوح محفوظ قرآن مردن و بعدش برشان لازم شده بگه محمد بیچوقت گناه نداره که بایشی شیش ساله آورسی کنه یا بر زن کت اول زن بچه خواندی خود از نسبت زیختی وقت کرده خودت وقتت بشه مهم است از نگه سوالا بگذاره بگو نسیم یک کم روشنی که این پرچه با عرض حرمت تشکر یعنی شما آخر کتی سوال در کشتن میتین در جامعه عرب عروسی کردن با زن بچه خوانده یک کار بسیار زشت بود به همین خاطر وقتی که محمد با زینب عروسی کرد بسیار مردم خشمگین شدن مثل از این که کت زن بچه تا عروسی کرده باشی اما خداوند بسیاری وقتها به داد پیغمبر رسیده یکان دفعه اسمی کنی مثل یک وکیل دعوات در کنار پیغمبر بوده خداوند فوراً آیات فرستاد گفت ما مثل از اینکه دستور داده باشم به پیغمبر که کار بکو تا که مردم بفهمن که بچه خوانده بچه نیست فرق داره بنان زن از او رو گرفته میتونی باز مسلمان هایی که از این حادثه دفاع میکنن اتا دفاع میکنن میگن زینب از فامیل محمد به دختر همه شد زید یک غلام بود در اوجه باز نمیگن که بچه خوانده میگه غلامش بود اما پیغمبر چقدر عدالت داشت که دختر همه خوده داد بر زید باز یک سه گفت والا بر زید بر دختر همه بسیار ظلم کردیم همی ظلم باید از سرش خلاص کنم باز در قرآن آیت است که میگه ما برات گفتیم که زنت نگاه کن دیگه وقتی که رسول الله در خانه میتره که کدام کالاگه که نازک خوده او وقت کالا هم کدام بوده نبوده چقدر کالا بوده او را که رسول الله میبینه یک دفعه احساساتی میشه باز خداوند امیر هم در قرآن مطرح میکنه که ما برات گفتیم زید که زنتا نگاه کن خالد تو دیگه وقت کت از او عروسی کده بودی از او تمام شهوترانی های که میخواستی کده بودی حال دیگه او را خداوند خواست که طلاق کنی تا که رسول الله او را ازدواج کنه و این بخشش باز در قرآن است یعنی به این معنی که رسول الله یک کار بسیار با عدالت کرد که دختر همه خدا که به این داده بود بیار مایی که چه حافظ مدام استغفار من هم موفق هستم باید مولانا ایناله اینی را در اون زمان بسیار زشت بود اما خداوند مثل یک وکیل دعوا پیهم آیت رایی میکنه که چرا محمد این کار خوب کار کرد برای عزی بود که شما بفهمین که بچه خوانده و بچه فرق داره بنان زن بچه خوانده رو میگیره اما زینب یک چیزی که باید از نقطه نظر تاریخی مردم بفهمه متاسفانه بسیاری های چیزها رو نمیفهمه ایج ده ها هزار صفحه معلومات هستن زینب دو برادر داشت یک خوار دیگه دو برادر از ای که بچه های همه رسول الله بود اینا را در امی چی رایی میکرد امی کاروان هایی را که ساد میکردن سر را و غارت میکردن شما خبرتان میدم این کتاب سیرت رسول الله غارت و قتال استفاده شده اینا می کاروانا را غارت میکردن چپاول میکردن بازر دو برادر از این بالاخره دمی جنگا کشته شد زینب هم خود زن زید بود که زید بیچاره ایش زور نداشت خوار دیگه از یا چی بود امی دختر بود که دمو وقتی که سرایشه اتهام شد که این کت مروان بود کت که یا صفوان کت از او رفته بود که در آسر شطر آمد در کدام غزوه که رسول الله رفته بود باز در او وقت رسول الله یک دو ماه تحقیقات میکرد اینا باز خداوند یک آیت رایی کرد و گفت که عایشه کدام کار خراب نکده بود کت او مردکه نرفته بود و آیت دیگه آمد که با زن و مرد که با یک زن یا مرد پاک دامن تومت کنن 80 تازیانه زده شد در خود زنا 100 تازیانه است یعنی یک مرد یا یک زن که در زنا گیر بیند ثبوت شد 100 تازیانه است اما در
در یک یک تومت زده باشی تقریبا اونا ما قشتاد تازیانه. چرا؟ که نام عایشه باید پاک شد. بسکیر رسول الله چوبکاری کرد، اشتاد تازیانه زد خوار زینبه، چون بیادرهایش کشته شده بود. زینب هم بیاز و زنش بود، شاید تا وقتی که آرسیان بود که زید همیشه می دیدن. ایک زور دیگه ای دخترک نداشت. ای دخترک اصل داوار مردم مدینه کرده بودن، اما آواز زور داشت، رسول الله چیز نمی تانست. ای دخترک همه بیچاره خدا که ایش زور نداشت، ای را آورد. حسن ابن ثابت که یک شاعر بود، او هم یک آدمه که ضعیف، او را آورد. یکی دیگه هم بچه خانده یا نوکر یا غلام حضرت عثمان به خیلم بود یا از ابو بکر بود، این سه نفر انداخت اشتاد درزه. همون فکایی که کدام نفر آمد گفت کاکا مره اون نفر لط میکنه، اگه مره لط کنی، گفت آه هزار نفر بریم. از اون دور نشان داد، یک قصابی بود، یک سر ترکاری فروش. باز گفت که اون نفر که دید و قصابی که اینه کارداد و غلش کت، بازی خودش وارقتا شد. آن چی میگه؟ میگه ولی اون قصابش اخو زدن نمیتانم، اگه میخوایی که اون ترکاری فروش شده تک زدن دمیجه حضرت محمد قصاب چیز نگاه. ایره باید شما بخونین، شما تا که کتاب نخونین نگه پارا نمیفهمین. تنه اگه میفهمین ای مرتده ای لین نو گفته برین. خب خلاصه سه نفر بیچاره ترین محمد چوبکاری کرد. اصل گفت مردم مدینه گفته بود، واره یه چیز نگفت، به خاطر از اینکه اگه میگفت وا کلانایشان میخیز که تا محمد جنگ میشد، از این خاطر اینا او کار را نکردن. اینال یک نفر دیجه نشته کنند، نبیل غیب کل منافق چیز را که نمیفهمی حرف نزن. آقای کاکولی نمی کتابا کلش برات میکشم و گپای دیگهش همی گپای را که زدن اینه در قرآن برات قرآن میکشم. اینا را ما کلمه و کلمه سعی کنم کل از این از یاد برات میگم. ایجا هزارا صفحه معلومات که من سعی کنم نامش هم میگم، وقتش هم میگم، یا ایجا بسیار معلومات هم من که میگی نمیفهمی. بدیده چیز بدیده ایست که من هم میفهمم و هم بسیار بسیار میفهمم. کاش که نمیفهمیدم، کاش که ما هم نمیفهمیدم که همی جمعه آمدم. یا رسول الله میگفتم اما خوشم شما، خوش مملکتم تو دیوانا وار ادامه میفت. اما ما که جان خود در خطر انداختیم، دلم میسوزه و بیدر مملکتم 1400 سال در گرفت دیگه، بس است قدر دیوانگی. اگر قرآن ایمان داری بیبی که در قرآن بخون چی از نگو که علم غیب میخوای این بچم یه آیت تو نمیفهمی. سعی کنین اینی باز یک مسلمان زلگه ای رایمی گو خوردی تو مردگاه. اینمی اصل اسلام ها. یعنی دیگه بسیار آدم هاییست که تعریف میکنن، اما زلگه ای رایمی متاسفانه در جمله اون نفر هاست. یعنی استفاده کلمه مردگاه. من خود که میگم از روی قرآن براتان میگم، اینما همی آقا که مردگاه گفته ما میره، من میتونم که هیره اکو گپا بزنم. اما چرا؟ چون که بیچاره در یک فامیله کلان شده که از خورترکی در گوش گفته که محمد رسول 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 همه تو شده. بفرمایید دوست عزیزم. سلام آقای ایار، ما نامی منزگی هست، ما از منسیتا گفتیم. بفرمایید دوست عزیزم. ما اصلا سوال ندارم، من تو همه یک نظر یک دانشمند اینجی را به نام اوشه برسامید. و البته نظر در مورد منطب است. اونا میگن که 80 بیسر مذاهب مزخرفات هست. اگر شما مزخرفات از مذاهب بیرون بکشید، دیگه اصلا منظر وجود نمیداشته باشه. 20 بیسر شما نظر شما را به این مورد هم بکنید. تشکر. ما برای شما اگر بزنم که او خو حتمی مطالعه کرده بود و ما مطالعه کردیم. دینمی قرآن اگر ما 10 صفحه زیره برای شما بکشم، اون همون قشکار دیگه شیش اصلا به درد ما نمیخوره. چرا؟ یکی یاد زیادش تکراریست، یکی یادش به زمان ما نیست. آقای سانگزای دمیجه همون حالت چی رو نشان میده که استفراق میکنه. یک کس دیگه همون تو میگه، باز ما گفتم بیادر گل همون رو چی که حامله نباشی. یعنی
و در صفحه ما میتونیم بسیار مسلمان خوب باشیم و با کل از این میتونی که نخونی این رقم از این نفرا کلمات زشت و این چیزا، از این خاطر و می ده صفحه مسلمان بسیار خوب میباشیم. و همون نفر که گفته مزخرفات، شاید من نتانم گفته که بگویم در قرآن دیگه خدا ناکده مزخرفات و هیچ حاجاتو نیست، اما چیزایی که به درد ما امروز بخونه بخوره وجود نداره. والله اینا میجه بشینی برات بخونم از اینمی قرآن هر دقیقه اینا تو میگیری حالا آقای راستی هم یه متر هست خب البت ما نمیفهمیم البت اینا لی از اینی خاطر از دوست ازیم که چی هست همو گپ از امون نفر از نقطه نظر مزخرفات ما او گپ نمیزنم اما از این که به درد بخور باشنه. زنده باد آقای یار بزرگ، شما را به پناه خدا باشین. درود سلام استاد بزرگ. شفی جان کارای خرافی محمد را با کنای ورشخندی تشریح میکنی، ما تشریح میکنم با کنایه تشریح نمیکنم، با اصلیش هم تشریح میکنم، با وضاحت و با صراحت براتون میگم که حضرت محمد یک سلسله کارای کرده که اگر همی خودت امروز کنی در روی تف نندازن. با طور مثال ما بسیار میتونم بگویم، منتها اینه قدر باید تشریح کنم یا آسانترینش را تشریح میکنم. اگر بیایی تو فکر کنیم که غلام محمد یا جان آقا، جان آقا یک آدم 50 و چند سال است، برد میگن که جان آقا و لارسی کرد. کدام جان آقا؟ همون که زنش 3 ماه پیش مرده بود، 3 ماه بعد لارسی کرد حضرت محمد. کی را گرفت؟ والا آدم یک شو دو دختر را گرفت، دو دختر را یک شو نکاح کرد. کی را؟ یکیش سودگک بوده، یکیش آیشگک. سوده 14 ساله، آیشه 6 ساله. یعنی هر دوی از این را نکاح میکنه در یک شب رسول الله، یا را در بستر میبره. چرا نکاح مانای شمیز؟ شما فکر کنین امول از این را که حضرت محمد امی سوده را کتش امخوابگی میکنه، در یک سونه که شایشه است، در یک سو سوده. دختره که 6 ساله ایره باید شما خوب سعی در کلیتان بگردانین که دختر 6 ساله چقدر است. اینقه یک دختره که 6 ساله 14 سالش اینقه ادقل باید اینقه شکاروسی کنی. یک 6 ساله یک در یک پلو انداخته، 14 ساله یک در دیگه پلو کتی، 14 ساله که در سرش خود پرت اون نفس کشیده نمیتانه و او 6 ساله که حالت 14 ساله رو میبینه در پلوش، بسیار ببخشین شاشش میره در تنبانش. این میره اگر جان آقا کنه، تو جان آقا را چی میگی؟ هیچی از کار بده کرد، هیچی توی دخترک 6 ساله را. اما ما 14 سال از که اینجاشتیم چی میگیم؟ نه خدا خودش نفهمید بیادر، خود خدا گفته. در کجا گفته؟ بکشه میره که در کجا خدا گفته که دختر 6 ساله را بگیم. بنابراین دو حالته، یا ایست که رسول الله امی کار نکرده، اینمی کتاب های تاریخی ما کلش دروغه، در صورت محمد پاکه مثل حضرت عیسی و موسی و کتاب های ما غلطه. اگر کتاب های ما غلطه در او صورت دیگه ما تاریخ نداریم. اینا رو تو میگی، اینی رو با چی میگی؟ با کنایه میگی؟ نمیگم بیاده، با صراحت میگم تو کنایه مشنوی، تو ریشخندی فکر میکنی، من ریشخندی فکر نمیکنم. من دلم میسوزه بر اونو یک دختره که 6 ساله که در پلو یک مرد 50 و چند ساله افتیده که اینه کلان دندان شکسته اینه دیش در سر یک دختره که 14 ساله نفس کشیده نمیتونه زیر وزن یک آدم 50 و چند ساله و او 6 ساله شاشش رفته. تو بگو کمی نمیشه، تو بگی اینه میاله یک دختر 6 ساله رو در پلویت پرتو، واسه تو چی میگی؟ نه میگن 18 ساله بود. ما کتاب های 1350 سال پیش هم میخوانم. تو در یک کتاب برای ما بکش، تو برای ما یک کتاب بکش که از 1000 سال پیش باشه و 1000 سال پیش گفته شده باشه که عایشه 18 ساله بود. ما امور قبول میکنم، ماچ میکنم، میگم خدای ما را ببخش از اینکه ما این کار را کردیم. مگر ما از روی کتاب میگم برات که این 2 جلد 1350 سال پیش در عربستان نشته شده، در عربستان در کتابخانش که بوری اینمی هست. اینا تو میگی نه بیادر امو عجره بود، خب یک کتاب بکش که از 1000 سال پیش باشه، ما امور قبول. ای که امروز بیایی که نه تو نبوده تو بوده، باز بیای چی نمیشم. آقای عبدالربانی
فایق میگه در پیشم بیایی در کونت بوتل میکنم. ای که تو چی تجربه داری؟ تو چی تجربه داری؟ او را در سر ما کده نمیتونی. ما اول در پیشت نمیم. اگر در پیش بیایم احتمال داره که بوتل تو تجربه کنی. اما ما خامدیم در کل جا. اگر توی خب بوتل بالا بودی همون بوتل از کابل تا حال پیشت نگاه کدی، یا شاید در امریکا آوردیش یا در اروپا او را خود عملیات کدی کشیدی، خب ما خو میایم. ما خو اینقدر کار کردیم، همی هر روزه که ما را کشتین شیر مادر و را حلالتان. ما در قصه از این نیستم که تو ما را بترسانی. همون گپه که میگن که ما را از سر بریده میترسانی، از سر بریده من نمیترسم. و آقای فایق میگه او شاید که با یونشتش و بغیرت شما سعی کنین که اینا چی رقم یا غیرت ها؟ که چی رقم یا غیرت اینا در کله خود دارن؟ چی رقم اخلاق دارن؟ عبدالرحمن فاطم میگه که رسول الله را خداوند رایی کرده که با بشریت اخلاق یاد بده. و حیف از اگر رسول الله را به این کار رایی کرده باشه و ات ناکام شده باشه که با بشریت یاد نداده. با می امت که سر جان میده با می اخلاق یاد نداده. خب دوست عزیزم، امروز حضرت امام عیار عزیز در شأن شما نیز به این آشغالا دهن به دهن شوید. خب ما یقین دارم که آهسته آهسته ما در کلی از یار چراغ روشن میکنیم. ای بیچارا نخوندن، معلومات که نداشته باشی که کلی خالی چی رو میفهمی؟ ایچ بنان این همین معلومات ها مثل یک چراغ میشه. تو اگر علم داشته باشی ما مناظره میکنم، ولی آقای فایق هر وقت که مناظره میکنی نمره ما از زنده مناظره رو که کشت زنده بگو. میگه اگر تو علم داشته باشی، خیر ما علم ندارم، تو علم داری، مناظره نکو. یا خیر اگر ما ارزش مناظره تا نداریم، بیا امیجا ما را یاد بده. دوست عزیزم، این امیال خو بوتل در دستت است، که تازی چی رقمی تو مناظره میکنی؟ چی رقمی مناظره میکنی؟ اگر بوتل نداری، اگر منطق داری، عقل داری، علم داری که میگی علم نداری شفیع، یا تو خو علم داری. یک آدم که علم داره که تو بوتل نمیگرده، که تو بوتل تجربه نمیداشته باشد و مردم تهدید نمی کنه. اینال هر کدامتان که علم دارین این همیشه هست. هفته دیگه ما باز، از ساعت 11 تا 1 همیشه هستم. همو علم دارایتان بیاین، خود ما پت نکدیم. تشکر میکنم دوست عزیزم که شما برنامه ما شریک میکنین. در یک کد مشکل میرین، یک تاد نفر ها شما را دو میزنن، نترس، استاد شو. ای جنگ پیش پرده ما میکنم، پشت پرده تو میکنی. ای یک راه است که ما یک نفره تای نمیتانم. ده یه سال ما نبودم، ما پیش پرده بودم، پشت پرده صدها هزار نفر هستیم. خیلی خوشحال شدم دوست عزیزم که زنگ میزنیم، دیگر لاین گرفته نمیتانم، وقتم خلاص شدن. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.